درود بر دوستان خوب کانال یوتیوبی یادگیری، امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیوی یک ساعت و نیمه خرید و ساخت خانه در کشور آلمان رو الان شما میبینید. من کوتاه خواستم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خدمتون عرض کنم که مینا و پاتریک از کسانی هستن که ویدیو ما رو توی یوتیوب اتفاقی دیدن. مینا روی ویدیو ما کامنت گذاشت که من تجربه زیاد دارم و لطف کرد و با پاتریک ساعتی رو گذاشتن که ما بتونیم توی اینستاگرام در یک لایف باهاشون در مورد تجربیات مهمی که کسب کردن صحبت کنیم. این ویدیو طولانیه ولی پر هست از اطلاعات. یعنی واقعا میتونم بگم هیچ دقیقه ایش اراجیف به درد نخور نیست. همش به درد میخوره، همش اطلاعات مهمه. خیلی جاها رو پاتریک به آلمانی میگه، یه جایی رو من ترجمه کردم، یه جایی رو مینا ترجمه کرده. بیشتر آلمانی هستش ولی به زبان ساده هست، قابل فهم هست. اگر هم جایی رو متوجه نشدید میتونید در کامنت بپرسید، اگر بتونیم همونجا جواب میدیم، اگر نه توی ویدیو بعدی. دوستان عزیز، خواستم بهتون بگم حتما این ویدیو رو با صبوری نگاه کنید. اگر میخواهید خونه بخرید، خونه بسازید در کشور آلمان، تجربه های وحشتناکی داشتن پاتریک و مینا. با وجود که پاتریک یه آلمانی الاصل، آدم تحصیل کرده ای هست، دوست و آشنا توی بانک داشته، باورتون نمیشه چه مشکلاتی براش پیش اومده که اگر آدم بدوندش از قبل باهاش حداقل یک برنامه ریزی براش داره، منتظر اون مسائل ممکنه باشه. و خلاصه بهتون بگم با دانستن یک سری چیزها، با دیدن یک ویدیو یک ساعت و نیم دو ساعته، شاید بتونید 20,000 یورو پس انداز کنید و پولتون رو دور نریزید. پس با دقت به این ویدیو نگاه کنید و بریم ببینیم چه خبره. اول براتون نشون میدم توی ویدیو در مورد چه چیزایی صحبت میشه و بعد میریم سراغ ویدیویمون که دقیقاً توضیح داده میشه. بریم سراغ ویدیو. داستان و ماجراهای دیگه خونه سازی ما داره که اون الان توی این زمان کوتاه جا نمیده، یعنی نمیگنجه که آدم بتونه همش رو توضیح بده. ولی تا همینجایی که گفتیم داشته باشید و بدونید که صبر میخواید، پول میخواید، اراده میخواید، تلاش میخواید و باید ناامید نشید، چون که یک راه، یعنی دقیقا مثل تونل وحشت میمونه، یه راه پرپیچ و خمی هم داره. ولی آدم اگر که زمان بذاره و واقعا از همه چیش بگذره و فوکوس کنه روی همین یه دونه ویشش، به هدفش میرسه، به آرزوش میرسه، خونه دار میشه، هر روز بعد بسازی. حالا با گنبوگ خونم رو کامل برداشتن، حالا گفتن که با گارتن دوباره بعد یه دونه نوع با گنبوگ بهتون بدیم. بله. حالا این چون که حسابش کردن توی هاوس پلش هم این تراسو. تراسی که وینتر تراس هم نیست، نه سقفی داره، نه در دیواری داره، نرمال تراس هست. ولی اینو میخوان چیزش کنن، قسمش کنن روی خونه و آشیتمون گفت که آماده باشید برای 7-8 هزار. Ja, das nennt man öffentliche Belange und die Nachbarn haben richtig so sehr viel Macht. Sie können alles tun, was sie möchten, aber lass uns später so sprechen. Ich habe einen sehr guten Trick. Die Gebühr muss lediglich die Terrasse berechnet werden. و ما رو انقدر اذیت کرد سر این قضیه. ببین وقتی من پاسم بهش دادم گفت من اصلا تو عمرم یه همچه آسوایس و یه همچه پاسی ندیدم. همه این اذیت ها که پاتیک بیزبون شد به خاطر من بود. گفتن که مرده من گفت که شما آلمانی متوجه میشی، میتونی حرف بزنی؟ من گفتم یا ایش کن دوچ قرده ایش بشتی ایش فینده آخ زو گود ابا نیش ایش کنی زو گود وی زی قرده. این شد پروبلم برای ما. یعنی از همین کلمه که من گفتم گفت که اون بدیم بیا با آخ این دور میچه. Und je nachdem, was für ein Kaufbetrag das ist, ja, wenn ich natürlich dir was für 20.000 Euro verkaufe, dann musst du keine Steuern zahlen. Wenn ich dir aber was für 20.000 Euro und 1 Euro verkaufe, ja, dann musst du auf diesen 1 Euro 30% Erbschaftssteuer zahlen. Was sind die zu Werbung? میگه میخوام هاوس بزادم، میگه بپر بیا توی فیرمای ما، بعد طرف میبری جلو در خونه، اینجوری شلوسل کادو کردن در میدن به طرف تا این خبرها نبود. Eure Geschichte ist wirklich so eine Drama. Ja, bei uns. Das hat, glaube ich, jeder gesagt, egal ob es der Architekt war oder der Bankberater. Die haben selbst gesagt, sowas, was ihr durchgemacht habt, das haben wir noch nicht erlebt. بعد اینا تمام چیزایی هست که باعث میشه که تو هزینت بره بالاتر، ولی خب چاره‌ای هم نداری چون خونت دیگه میخوای زودتر تموم بشه. از اون طرف هم اگه نکنی خب بعد مثلا سینس بانک بدی چه فرقی برات میکنه؟ از این جیب بره به اون جیب.
بعد به خاطر همین مجبوری که این کارا رو انجام بدی، یعنی شما مجبور هستی که یک نفر 24 ساعت بیکار بیاد اینجا برای سر کارگرا. خیلی سخته، خیلی سخته، یعنی ناامید میشی، داغون میشی، باید قید مسافرت، قید پارتی، قید خرید، قید همه چی رو بزنی، یعنی فقط فوکوس کنی روی این پروسه خونه. Sie dürfen verlangen, dass ihr komplettes Haus in der Baugenehmigung darstellt plus die Nachbarn, und das muss die Umgebung auch in der im Lageplan dargestellt sein und so weiter und so fort. Aber ihr bekommt lediglich für die Terrasse eine Baugenehmigung. Mhm. Okay. Durud an Nahid Aziz, Durud an Patrick. Hallo Patrick, hallo Nahid. Vielen Dank für die Einladung. Patrick an Nahid, jadidan, ja, begin chand waqtiye ke khunashun ro sakhtan khodeshun. Ma ke dar mored kharid khane bud, comment gozashte bud ke agar dost dari ma mitunim ma tajrobe hamun ro be shoma begim, chera ke na? Va be khater hamin ma imruz davatshun kard. Ich versuche ganz kurz und knapp immer erzählen, was ich auf Phase gesagt habe, Patrick. Okay, vielen Dank. Ich habe erzählt, dass ihr neulich ein Haus gebaut habt und ihr möchtet gerne auch eure Erfahrung uns mitteilen. Sehr gerne, ja. Erstmal herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Mühe und ja. Danke für die Einladung. Merci, que schon mal. Gerne, immer gerne. Gut, dann fangt an. Ja. Du oder ich? Ja, ich würde ja erstmal auch vom Grund anfangen. Grund war ja, wir haben eine Familie gegründet und brauchten natürlich auch da ein bisschen den Platz. Ihr Sohn, der kam nach Deutschland und wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung und mussten uns halt natürlich vergrößern. Wir haben dann erst eine Drei-Zimmer-Wohnung uns geholt und die habe ich auch gekauft. Und ja, als dann die schwanger wurde und auch noch die Schwester kam, waren wir plötzlich zu fünft in der Dreizimmerwohnung. Also mussten wir uns schnell umsehen, wie wir dann irgendwie ja, noch mehr Eigentum, mehr Fläche bekommen. Wir haben schon lange gesucht. Wir sind ja hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir waren in Rheinland-Pfalz, Mainz. Wir haben überall versucht, Grundstücke zu kaufen. Stuttgart. Das war schon Frankfurt am Main. Es war schon sehr, sehr schwer, hier in Deutschland überhaupt ein passendes Grundstück zu finden, was auch irgendwo bezahlbar war. Und wir haben schon schnell gesehen, dass wirklich Geld sehr, sehr wichtig ist. Also nicht nur beim Grundstück, sondern auch bei der Hausgestaltung. Soll ich bisschen چیزی که من الان تا اینجا بگم که چی به چی شد بر بچه‌ها به فارسی. آره. تا اینجا اینجوری شد که من و همسرم تصمیم گرفتیم که با هم دیگه خونه بسازیم توی آلمان. یعنی همون موقعی هم که با هم دیگه آشنا شدیم، این یه دونه از حالا اینو نگفت خودش، ولی یه دونه از هونشاش بود، یه دونه از آرزوهاش بود که دوست داشت توی آلمان هاوس بزاده. یعنی از من هم اولش خواست که توی این زمینه من همراه باشم. بعدش دیگه به واسطه اینکه ما اولش که خواستیم این کار شروع بکنیم، راستشو بخواید زمین پیدا کردن تو آلمان به این راحتی ها نیست، خیلی سخته زمین پیدا کردن. یعنی این پروسه ای که ما الان توی این خونه نشستیم 7 سال طول کشیده. دقیقا 7 سال پیش همین موقع بود که ما آرزو داشتیم یه همچین خونه داشته باشیم. بعدش به واسطه اومدن پسر من از ایران، بعدش بارداری من، بعدش خواهرم اومد، من دیدم دیگه جمع خونه مادر بزرگه، جمع فقط خونش کمه. خلاصه اینجوری شد که ما شروع کردیم به خونه زمین پیدا کردن. اولش توی همونجوری که گفت توی استان قاینفاس اونجا گشتیم، ویسبادن، بعدش هسه، یعنی اشتودگارت، فرانکفورت آن ماین، ما همه این جاها رو رفتیم گشتیم. Du musst die Geschichte von Makler auch erzählen, dass ein Makler in Wiesbaden hat uns. Ja, ich habe erstmal ein paar Fragen, die vielleicht Grundfragen sind. Ja, dann bis jetzt. Dieses Video muss leider auf Deutsch gedreht werden. Ansonsten ist sehr natürlich, das ist einfach gesagt unmöglich. Patrick, und, ja. Patrick, du hast schon erzählt, dass ihr, nee, das war eine andere Person. Am Anfang hat man einige Ideen. Ja. Man möchte 1000 Quadratmeter Grundstück suchen und 300 Quadratmeter Haus darauf bauen. Ja. Und irgendwann
kann man feststellen, meine Träume. Genau. Welche Erfahrungen habt ihr in diesem Fall gehabt? Also wir haben da verschiedene Erfahrungen gemacht. Einerseits ein relativ großes Grundstück kostet natürlich viel Geld. Auf den Märkten sind eher kleinere Grundstücke, weil diese großen Grundstücke meistens in irgendwelche Investoren gehen, die dann mehrere Wohnanlagen draufbauen. Also so als Privatperson kriegt man schon kein größeres Stück Land. Selbst wenn man das Glück hat, dann wird es auch richtig teuer. Und je nachdem, umso näher du an einer größeren Stadt bist, wird es natürlich der Grundstückspreis noch mal teurer. Und was auch jetzt gerade in dem Projekt Nierstein, wo wir waren, da hatten wir auch Kontakt aufgenommen und alles. Und die haben uns schon ausgelacht. Also es waren mehrere Grundstücke und die haben schon gesagt, wir haben so viele Leute, die sich reservieren lassen, haben auch Wartelisten schreiben, da sie gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich, da ein Grundstück zu bekommen, schon von vornherein. Und also es ist total, in Deutschland ein Grundstück zu bekommen, was seinen Wünschen entspricht, wenn man das wirklich schafft, dann kann man wirklich glücklich sein. Wenn man aber schon ein kleineres Grundstück findet, was wirklich in der Gegend ist, die wirklich angenehm ist, sofort zugreifen. من تعیین کنم حالا تیک هایی که پاتریک میگه سریع فارسی بگم. یکی این که شما بر اساس آرزوهاتون بخواید دنبال یک زمین بگردید توی آلمان خیلی سخت. اگر یه زمین پیدا کردید که حداقل آرزوهای شما رو برآورده میکنه سریع انگیقف میکنید، سریع سعی کنید بگیردش. ما دنبال زمین که میگشتیم رفتیم دنبال زمین که گشتیم دیدیم که خیلی از زمین ها در واقع رزرو شدن، سریع افراد میرن دنبال فینانسیرن کردنش و اینجور چیزها و شانسمون خیلی پایینه، اصلا خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی که فکر کنیم. در واقع زمین پیدا کردن برای ساخت خونه الان یه آرزوی بزرگه، چرا که اکثر زمین ها اگر خیلی بزرگ باشن توسط اینوستورها یا سرمایه گذاران بزرگ سریع اونا جذب میشن که بتونن خونه های زیادی روش بسازن، در واقع آپارتمان سازی روش کنن. اگر هم زمین کوچیکی باشه روی اونها هم خیلی افراد هستن که دنبال خرید هستن. پس اگر دنبال خرید زمین و ساخت خونه آرزوهاتون هستید باید خیلی صبر داشته باشید و خیلی پول داشته باشید. Wir haben da auch viel Erfahrung mittlerweile gesammelt. Also wir waren bei verschiedenen Banken. Wir waren sogar bei einzelnen Maklern, die uns Kredite da versprochen haben. Das Allerwichtigste ist wirklich ein gutes Einkommen erstmal. Und man muss auch zu dem Kreditgeber eine gewisse Bindung haben, weil unbekannte Person, da hat man schlecht, ja, kann man, hat man schnell das Gefühl, dass es irgendwie nicht seriös ist. Ja, vor allem man muss auch immer abschätzen, wie dann die Konditionen sind. Ja, sind die Zinsen jetzt zu hoch? Zahle ich zu lange? Je nachdem ist auch die Bereitschaft für den Kredit. Ja, also wir waren jetzt bei der Deutschen Bank. Die waren jetzt eher ja bisschen konservativer, will ich mal sagen. Während wir haben jetzt einen Kredit genommen bei der Schwäbisch Hall. Die waren da relativ spendabel und auch frei und offen. Je nach Bank und je nachdem, wie man welchen Berater man hat, hat man da auch mehr Möglichkeiten oder auch weniger. Und dann am Ende darfst du auch nicht vergessen, nachdem die ganze Geschichte, wir haben endlich eine sehr gute Berater bekommen, ne? Oder Bankberater. Er hat uns darüber viel, viel geholfen. Das ist sehr wichtig. Ich finde, wir haben alleine in viele Banktermin gemacht, durchgelaufen und jeder Termin dauert über 2-3 Stunden. Und am Ende auch, wir haben keine richtige Kredit gefunden. Ja, da gibt es viele Kredite, aber man sollte auch darüber vorsichtig sein, wie Patrick hatte gesagt, wegen monatlicher Zahlung und Zinsen, alle sind sehr wichtig und auch man darf auch nicht vergessen, die Wünsche ist schön. Aber nachdem diese Wünsche auch, man sollte alles so vorher schon Plan machen, dass es nachher nicht so viele Echteres und Probleme bekommen. Man sollte auch diese Kredit ja bezahlbar sein. Das ist auch sehr wichtig. Aber unsere Erfahrung, oder ich muss sagen, meine, ich finde mit Bankberater eine richtige gute.
dass man kann so einfacher und besser eine gute Kredit bekommen, oder? Ja, die Kommunikation ist wichtig. Kommunikation also auch, ja. Das ist wie bei einem guten Architekt, ja. Auch die Bank ist halt ganz wichtig, dass man da gute Verbindungen hat. Mhm. Wenn ich überlege, meine Hausbank, ja, die wollten mich nicht mal anhören, dass ich einen Kredit kriege. Ja. Also dieser Bereich, um einen Kredit zu bekommen, der ist schon sehr mühsam und auch breit gefächert. Und gleich, wenn man bei der zweiten, dritten Bank keinen bekommt oder die Konditionen einem nicht gefallen, zur nächsten gehen, erkundigen. Das ist wichtig. Ja. Mhm. Ich habe auch in meinem letzten, ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast, nein oder nicht, ich habe in meinem Video auch erzählt, wie man sich verkauft, auf Deutsch schön gesagt, ist allerwichtigsten. Es gibt solche Videos, die sagen, ihr findet ein Grundstück, ihr findet ein Haus, geht zur Bank und sagt, ich möchte dieses Haus kaufen. Mhm. Und von daher ist entweder schwer noch einfach ein Haus zu kaufen, sage ich. Was sagst du? Könntest du ein bisschen erzählen, wie ist eure Beratung gelaufen? Wie war das? Wie muss man sich verkaufen, sage ich so. Also natürlich muss man schon seriös wirken. Man kann nicht zu einem Banktermin gehen mit zerrissenen Hosen und mit dem schlechtesten Benehmen, ja. Man muss natürlich auch immer, man muss damit rechnen, dass auch der Bankberater vielleicht nicht das sagt, was man hören will. Ja, wenn man dann gleich natürlich resigniert und sagt, nein, 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 und man muss sich das anhören, weil es gibt auch immer eine Lösung für die Probleme, ja. Und das ist halt, wenn man einen guten Bankberater hat, der sich da auskennt, dann gibt es auch immer Mittel und Wege und der hilft einem auch. Und ich war froh, da Bankberater zu haben, weil der hat mir wirklich sehr geholfen. Ja. Der hat sich auch mal gegen die Bank gestellt, gegen seinen eigenen Geldgeber, würde ich mal sagen, hat gesagt, nein, das müssen wir aber jetzt machen aus diesem Grund. Und ich als Person muss halt natürlich auch immer, habe ihn freiwillig wie einen Freund behandelt. Ja. Ich habe ihm auch gesagt, hier, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich da das Problem. Und der hat sich das alles angehört und hat gesagt, ja, da finden wir eine Lösung dafür. Und auch bei dem Architekten, also das ist, ja, das sind wie Freunde quasi, ja, man lässt ihn in sein Leben, auch für eine längere Zeit, ja, 3, 4 Jahre bestimmt, und auch jetzt, ich weiß genau, wenn ich jetzt Probleme habe mit mit meinem Kredit oder wie auch immer, dann rufe ich meinen Bankberater an, dann regeln wir das. Dann sagt er mir vielleicht, was für Unterlagen er braucht, und dann kriegt er das. Ja, wir waren ganze Zeit bei uns, haben uns sehr schön und gut unterstützt. Aber ist das so? Diese Wünsche ist zu groß, wie ich gesagt habe. Und dann man sollte darüber wirklich da vorne positiv sehen und weitermachen. Aber darüber man braucht auch eine große Geduld. Man sollte Geduld haben. Man kann nicht alles heute auf morgen bekommen. Wie ich gesagt habe, bei uns dauert 7 Jahre. Und dann die Geschichte von Grundstück erstmal dauert fast 4 bis 5 Jahre. Dann wir haben unsere Grundstück gefunden. Und danach auch die Geschichte von Kredit auch fast 8 Monate bis 1 Jahr. Ja. Das genau fast 1 Jahr auch dauert. Und dann endlich wir haben eine sehr, sehr gute Berater gefunden. Und wie Patrick hatte gesagt, er hatte uns super gut alles erzählt. Und hatte für uns auch in eine gute Bank einen super guten Kredit empfiehlt. Und wir sind auch sehr glücklich mit dieser Bank, weil der Bank auch hatte pünktlich alles bezahlt. Und wir haben darüber auch keine Ärger gekriegt. Weil ich habe sowas gehört, dass viele Banken, man sollte von jedem Cent Rechnung schicken. Und dann auch diese Rechnung auch dauert lange Zeit, wenn ihr wollen, alles überweisen und das. Aber unsere Bank war es. Ja, wir haben ja einen Bautenstandsbericht dann gemacht. Ja. Also das ist dann immer so ein Teilabschnitt, wenn eine Zahlung fällig wird, macht man einen Bautenstandsbericht, wo man dann reinschreibt, welches Gewerk vollendet ist, macht dann ein paar Bilder davon und dann hat mich das eingereicht und dann war dann spätestens eine Woche später das Geld da. Ja, Also das war super. das war sehr gut. Sehr gut, ja. Okay. برای دوستان که الان شاید متوجه نشن وضعیه چیه؟ شما وقتی که یک وامی رو میگیرید برای خرید خونه یا برای تعمیرات خونه اینجوری نیست که پول رو یه های مثلا 500 هزار یورو بریزن به حساب شما. بهتون میگن اوکی ما این
فینانسیرن میکنیم خرید خونه شما یا تعمیرات خونه شما یا ساخت خونه شما رو. و بعد شما باید مرحله به مرحله بگید مثلا من فوندامنت رو ریختم، این فیرما برای من مثلا 50,000 یورو بهشون زده، 4 تا عکس میگیری میفرستی بر اساس نقشه ها، اونا میبینن که اوکی فوندامنت پرداخت باید بشه، پول رو به حساب اون فیرما واریز میکنن. به خاطر اینکه یه وقتی کسی پول رو نگیره فرار کنه، پولشویی صورت نگیره و اینجور چیزا. حالا یوشا جان دقیقا همین حرفی که داری میزنی اینه که مثلا خیلی ها رو من قبل از اینکه خودمونم خونم رو بسازیم از خیلی از ایرانی ها شنیده بودن اروپا راحته، میری یه دونه کردیت میگیری، پول میاد توی حسابه دیگه، تا هر کار دلت خواست بکن، اونا دنبال کارت نیستن. اصلا اینجوری نیست. شما وقتی من آخه حالا منم مثلا با او افکار قدیم ایرانی بازیم با پاتیک اومدم جلو، بعد به پاتیک گفتم اینجوریه چرا دوست من اینو گفت اینو گفت، میگفت بابا جان این نیست، خواهش ازت میکنم منو باور کن. بعد اینجوری اصلا نیست. ما وقتی که کردیتمون رو گرفتیم یک سنت هم توی حساب ما نیومد و تمام این اوتلاگا رو مرحله به مرحله آرشیتکتمون بود که واسه همون تمام این کارها رو انجام داد. تون آرشیتکت هم خود دیگه آرشیتکتوری میدونی چجوریه اینجا. اینجا مثل ایران نیست بنده خدا، مثلا تو ایران یک کار صاف داشتن میرفتن جلو، اینجا باید 100 تا شاخه بشن، مثلا برات فیرما پیدا میکنن، کارهای شهرداری رو انجام بعد بدن، همه اینا دیگه مربوط به آرشیتکتور میشه. بنده خدا تا لحظه آخر واسه ما همه کارها رو کرد. بعد اون زمینی هم که ما اینجا گرفتیم اون زمین هم خالی نبود، یه دونه خونه قدیمی توش بود که اونم داستان خودش داره. پاتریک، تو هست اتصف دستی که بای بانک گویزن؟ گنو نوخ اینمال also würdest du uns ein bisschen so geschichtemäßig und chronologisch erzählen, was hast du... Es ist immer so ein bisschen schwierig zu fangen. Wie der Ablauf war. Wie der Ablauf war. Ja gut, ich habe natürlich die Bank rausgesucht, habe da angerufen, Termin vereinbart, habe gesagt, was dann meine Anliegen sind. Und dann haben die schon gleich gesagt, was ich zu einem Termin mitbringen muss. Ja, das sind dann so 3 Monatsabrechnung, also Gehaltsabrechnung. Was wir dann halt für finanziellen Rücklagen haben, also Kontoauszüge, ja, was war es noch? Auf jeden Fall ein Ausweis. Und dann gibt man das alles ab zum Termin, tut sich dann darüber unterhalten, was man sich dann vorstellt. Zu dem Zeitpunkt, ich bin gerade im Überlegen, hatten wir da schon das Grundstück? Mhm. Ja, was es dann kostet, was dann so die Vorstellungen sind, ob das Eigennutzung ist, ja, also da gab es dann viele Termine, wobei beim ersten Termin, da habe ich dann schon so, ja, einen Vorvertrag quasi bekommen, was denn da eigentlich auf mich wartet, ja, was es dann möglich ist, für eine Geldsumme zu bekommen, was, zu welchem Zinssatz, bis wann das abgezahlt ist, aber das muss schlussendlich dann noch geprüft werden, ja, das geht ja dann auch nochmal in die Prüfung rein. Aber das war dann erstmal so ein ja, erstes Angebot quasi. Und dann muss man da natürlich noch ein bisschen rumfallen, ja. Weil da geht es ja wirklich um 1.000 Euro am Ende von der Gesamtsumme. Und ja, je nachdem, wie man auch kreditwürdig ist. Am besten ist natürlich, wenn dann der Partner auch mitarbeitet, wenn man zu zweit Geld verdient, verheiratet ist. Weil das tut natürlich auch erheblich dafür sorgen, dass die Kreditzinsen niedriger werden und somit halt die monatliche Belastung sinkt. Ja, also da gibt es verschiedene Vorteile. Ja, auch wenn man jetzt länger verheiratet ist, dann wird es dann noch ein bisschen günstiger, weil dann die Scheidungswahrscheinlichkeit geringer ist. Es sind lauter so Faktoren, die da mit reinspielen. Ja. Mhm. Ich übersetze ganz kurz, was du erzählt hast. Wenn wir den Moment noch ein Termine Banke tun, اول از همه مهم این هست که یک ملک رو پیدا کرده باشه. بعد وقتی که میخواییم برین ترمینتون رو بگیرید به اون بانک، یا ممکن یه بانک دیگه باشه، مجبورم نیستین حتما بانک خودتون باشه، اطلاع میدید که من میخوام با هاتون یک ترمین داشته باشم برای خرید یک ملک یا زمین هر چیزی که هست.
بعد اونجا که میرید چیزایی که لازم دارید 100% لازم دارید و اونا بهتون قبلش اطلاع میدن، ولی این چیزایی که بهتون میگیم و پاتریک هم الان گفت چیزایی که 100% باید باهاتون باشه. یکی ستای به حال صاحب بهشون که آخرتون چیزای فیشای حقوقی آخرتون، اون کنتو آسوب یا پرینت حسابتون باید باهاتون باشه، شناسنامتون، پاسپورتتون حتما باهاتون باشه و میگم اینا رو قبلش بهتون میگن. Ich muss schnell meinen Akkulader holen. Okay, welche Fragen kamen in eurem Beratungsteam? Welche kritische Fragen haben sie gestellt, um euch auseinanderzusetzen, um zu sagen, könnt ihr oder nicht? Die Banker wollen alles wissen. Alles kleine und große Sache von ihr ist sehr, sehr wichtig. Ich kann aber besser erzählen. Was ja, ich glaube, also du musst es wirklich so mal einen Teil deines Lebens erzählen. Wichtig waren halt die Einkünfte, die musstest du halt auch nachweisen, wer du bist, ganz klar, was du mit dem Haus vorhast, ja, ob du, wie gesagt, selbst einziehst, ob du das vermietest, das war für die Bank noch ausschlaggebend. Ja, wir hatten noch das Glück, ich habe ja noch die Eigentumswohnung, die ich vorher hatte. Die haben wir dann auch vermietet, ja. Also so hatten wir auch so noch mehr Einkünfte und da war das eigentlich jetzt. Das war sehr wichtig. Das war sehr, ja, natürlich ist das wichtig, ja. Weil alles, was irgendwo dein monatliches Einkommen steigert, wirkt sich sehr positiv aus, ja. Und so war das dann auch weniger, ja, ein Problem, würde ich sagen. Ja, aber ja, was wollen sie alles wissen? Du musst halt wirklich irgendwie alles offenbaren, ja. Ob du Schulden hättest, ob du Eintrag in der Schufa hast, ja. Das wird alles abgefragt. Ein kleines Problem für Schufa auch machen. Ja, ja, macht natürlich die ganzen Zinsen wieder hoch, ja. Und desto weniger Geld kriegst du auch. Ja, ob du irgendwas geleast hast, ob du dein Auto geleast hast zum Beispiel, ja, das sind so Sachen. یعنی هر چیز کوچیکی هم که شما مثلا قسطی داشتید یا قبلا فینانسیه کردی اینا همه حساب میشه، از حسابت کم میشه، از این کم میکنن، از این اضافه میکنن. خیلی خیلی تمام این چیزا مهمه که مثلا مبلت نمیدونم، هندیت نمیدونم، چیزایی که از قبل ماشین، چیزایی که از وقت قسطی برداشتی، اینا همه رو اینا از توی حساب در میارن، یعنی چیز پنهانی نمیمونه. یعنی وقتی که میخوای کردیت بگیری باید همه داستان زندگی روی میز باشه، از کجا اومدی، حالا مثلا اقامت و کشور داری یا نداری، مثلا خونه داری که مثلا خونه کوچیکمون سندش رفت توی گروه بانک، مثلا از طریق اون خونه کوچیکمون تونستیم که یه مبلغ بیشتری کردیت بگیریم، اون خیلی بهمون کمک کرد. بعد تمام اینا رو یوشا جان حساب میکنن و چیزی هم که هست همونجور که پاتیک هم قبلا گفت، خیلی مهمه که تو ازدواج کرده باشی یا نه، خیلی مهمه که دوتا زن شوهر با هم دیگه، پارتنر با هم دیگه کار بکنن یا نه. خب اون زمانی که ما این کار انجام دادیم من سر کار نمیرفتم، من دختر من کوچیک بود، من سر کار نمیرفتم. بعد پاتیک به تنهایی کردیت خونمون رو گرفت. بعد از اونجایی که پاتریک تنها بود و این کردیت رو رفت بگیره، نتونستیم کل مثلا اون مبلغی که برای ساخت خونمون احتیاج داریم رو بگیریم و اینجوری شد که ما خونمون رو شروع کردیم به ساختن. خونمون که به اسکلت رسید، یعنی ما از قبل از اینکه این کار انجام بدیم تصمیم گرفتیم که کلا رو کلا نساخته بذاریم. خب چون که پولمون نمیرسید، که بودجهمون نمیرسید، تصمیم گرفتیم کلا رو کلا نساخته بذاریم و ولش کنیم و بعدها یواش 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 تمومش کنیم. بعد دیگه خونمون که رسید به اسکلت و دیگه شروع کردم به در دیوار کشی ها و اینا، همین آرشیتکتمون به من گفت که شما بعدا به مشکل برمیخورید، بعد میخوای با بچه بیای توی خونه تو کثیفی و خاک و گل و بعد آیا پایین که تموم بشه که نشه، دیگه یک برنامه ای بریزید با هم دیگه که کل این خونه تموم بشه و شما بتونید با خیال آسوده اسباب کشی بکنید. خب من اصلا تو آلمان کار نکرده بودم به هیچ عنوان. بعد اینجا رو میخوام بهت بگم که وقتی که آدم یک آرزوی داره باید به خاطر اون آرزوش تلاش کنه و اون لحظه بچه من 1 سالش بود، بعد
خواهرم تازه اومده بود، خب مشکلاتم با پسرم داشتم که اونم تازه اومده بود پیشمون، ولی با تمام این مسائل من گفتم ما دست توی کاری گذاشتیم به قول ایرانیا، باید این کار تا آخرش تموم بشه. و من به پاتیک گفتم پاتیک اصلا برام مهم نیست چه کاری، من هر کاری که باشه میرم انجام میدم که ما بتونیم کردیت دومو بگیریم. و اینجوری شد که پاتیک شروع کرد واسه من به ورون فرستادن بعد جای مختلف، فروشگاه مختلف، نمیدونم آرشگاه، مغازه، همه جا، هر جا که فکرشو بکنی که از من نمیدونستم واقعا چجوری من باید برم استارت بزنم. نه زبانم در اون حد عالی بود، نه تجربه. از همه مهمتر، حالا من همیشه چیز دارم، اعتماد به نفس یکم پایینی دارم در مورد زبانم زدم، ولی خب تجربه کاری هم نداشتم، یعنی اصلا نمیدونستم آلمان داستانی سر کار رفتنش چیه. و اینجوری شد که من یه دونه ایمیل گرفتم از پوکو و من اونجا رفتم و منو گرفتن و من اونجا شروع کردم به پای کاسه وایسادن. و اینجوری شد که ما تونستیم تمام اون تلاگای منو دوباره بفرستیم واسه بانک و ما کردیت دومو گرفتیم. آره. و اون کار واقعا کار سختی بود، من اونجا دووم نیاوردم بیشتر از 5 ماه و یه کار سختری پیدا کردم، با امیدی که آسون تر بشه، یه کار سختری پیدا کردم که اونم توی ولورت بود که اونجا دیگه بدتر از اون بود، هم کاسه رو داشتم، هم یه دونه آبتالون بهم دادن. دیگه نمیدونید که بچه ها من به خاطر ساختن این خونه چه کارا که دیگه نکردم، کارهای درست دارم، کارهای مثبت و درست، برای اینکه به هدفمون برسیم، برای اینکه دوست نداشتم که همسرم خونه ساختن خیلی سخته، باید زن و مرد هر دو کنار هم جلو برن. و اونایی که مثلا توی آلمانی کار کردن میدونن که خیلی از آلمانیا خوش حتی زن مثلا هم دارن که خیلی از بتونگا روی خونه سازی خراب میشه. خیلی ها شروع میکنن ولی توی اون خونه‌ای که میرن نمیتونن مثلا یه لانگ سایتی با هم دیگه چیز کنن، زندگی بکنن. به خاطر همین باید اگر که پا توی این کار میخواد بذارید، بدونید که خیلی راه پرپیچ و خمیه و هر کاری به خاطرش باید انجام بدید. ما هم رفتیم سر کار کردیم، کردیت دومونم گرفتیم و خیلی هم خوشحالم با همه اون کار سختی که انجام دادم که دیگه نبرم کمرمونه نیچه، بلکه خونمون کامل تموم شد با خیال آسوده اومدیم توش. Ich habe auf Excel wegen des Slides. Daher habe ich selber eine Excel-Tabelle vorbereitet, so fertig gemacht, wo ich erklärt habe, wie viel ich brutto verdiene, wie viel ich netto verdiene, was sind meine Ausgaben. Ich habe eigentlich grundsätzlich Copy-Paste von meinem Kontoauszüge, welche ich für mein Auto bezahle, was ich für keine Ahnung, Strom, Elektro, ich habe sogar ARD, ZDF dazu, ne? Um klar zu machen, ich bin so eine präzise Mensch und rechne ich mit jedem Cent. Sollte man sowas sein in Deutschland. Genau. Und das fand ich super gut. Was hast du vorbereitet für den Bank? Für die Bank. Also, naja, gut, nicht ganz. Also, wir wollten das auch alles vorbereiten und da hat die von vorne der Bank gesagt, nein, da gibt es Pauschalen. Das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich trinke nur Wasser, ich brauche jetzt für Getränke oder für Lebensmittel weniger Geld wie andere Leute. Das funktioniert nicht. Hat sie gleich bei der Bank gesagt. Da gibt es nämlich eine Pauschale und die wird irgendwie errechnet pro Person. Und da kannst du noch versuchen, so sparsam oder zu sagen, dass du sparsam bist, ja. Das funktioniert einfach nicht, ja. Die haben da ihre Rechenmethode, ihren Rechenschlüssel. Und wenn, je nachdem, wie du da halt, was da für ein Ergebnis rauskommt, tun sie dir das in Kredit berechnen. Ja. Ja. Und das ist. بانکای آلمان بر اساس اون چیزی که شما خرج میکنید حساب نمیکنه. شما نمیتونید به بانک بگید من کلا در سال 50 یورو لباس میخرم یا مسافرت نمیرم یا نمیدونم خیلی صرفه‌جو زندگی میکنم. بانک ها برای خودشون یه تابله دارن که بر اساس اون حساب میکنن. مثلا میگن که هر انسانی در سال باید 500 یورو خرج مسافرت کنه، 100 یورو خرج لباس کنه، 100 یورو مثلا باید سر این مسئله خرج کنه، اینجور چیزا. و بر اساس اون میگن مثلا شما 2500 یورو نتو درآمدته
اینجوری حساب میکنیم 1000 یورو از پولت خرج میشه برای اولاب و لباس و خورد و خوراک و پوشاک و اینجور چیزا، اوکی؟ و بر اساس اون میگن که شما 1500 یورو برای باقی میمونه، با این 1500 یورو ما میتونیم این مقدار به شما وام بدیم. البته این شروسل تابله متفاوته، ممکن مثلا برای شپارک هسته و نمیدونم دویچه بانک متفاوت باشه، اونجا 1000 یورو باشه، اونجا 900 تا باشه. به خاطر همین است که میگن با بانک های مختلف سعی کنید کار. اوکی؟ Ja, das war sehr interessant. Das ist sehr interessant. Und konntest du auch wegen den die Zinsen zahlen auch ein bisschen handeln oder war unverhandelbar? Nee, also das war schon, ja, was heißt verhandelbar? Also natürlich, je nachdem, wie du das strickst, ob du mehrere Kredite machst, ja, mit kleineren Beträgen, die vielleicht einen verschiedenen Zinssatz haben, dass du insgesamt vielleicht auf einen niedrigen Zinssatz kam, so haben wir das, glaube ich, jetzt gemacht, ja, als wie einen großen Kredit zu nehmen, der einen etwas höheren Kreditsatz hat, ja, aber dann hat man halt nur einen Kredit. So, mit mehreren Krediten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, verschieden schnell abzuzahlen. Ja, wenn wir mal, was weiß ich, im Lotto gewinnen, Erbschaft oder wie auch immer, ja, dass man dann natürlich dann einen Teil zurückzahlen kann schneller. Mhm. Ja, aber so wirklich handeln, zu sagen, ja, wie man das kennt, vielleicht irgendwie beim Warenhauskette oder beim Mediamarkt, dass man dann vielleicht 10 Euro weniger zahlt, das war einfach nicht drin, ja. Die haben da wirklich ihre feste Berechnung und konnte man halt nur durch einen Mix irgendwie versuchen zu vermindern, dass da halt der Zinssatz runterkommt. Oder dass man dann halt längere Laufzeit hat, ja, dass man dann bis zum Renteneintrittsalter oder auch danach, wenn, je nachdem, welche Bank das mitmacht, dass dadurch die Zinslast ein bisschen niedriger wird. Ja. Ja, ja, verstehe. Weil ich das... یوشا جان، اینی که هست به نظر من و مطمئنم نظر پادکن همینه، از همه مهمتر اینه که آدم یک مشاوره خوب بانکی پیدا کنه. ما این شانس رو آوردیم، چرا؟ چون که اون زمان اونجایی که پاتی کار میکرد داماد رئیسش مشاوره این بانک بود، بعد اون فهمید که ممکن خونه بسازیم، بعد دوست صمیمی پاتریک هم بود، بعد دیگه گفت که داماد من میتونه به شما کمک بکنه. وقتی که اسمش کوزیچ بود، وقتی که آقای کوزیچ اومد خونه ما بهش توضیح دادیم که ما چه چیزایی داریم، اولا که میتونیم توی گرو بانک بذاریم و چقدر حالا پول داریم برای مناطیش به سالن کردن و درآمد پاتیک چقدر و این برنامه ها. بعد از این قضیه اون با من یک ترمین گذاشت و یک هفته بعدش اومد با 3 تا فشیدن انگه بود برای ما، 3 تا انگبوت مختلف آورده بود که حالا یکیش سینسش مثلا 1% بالاتر بود، یکیش سینسش 1% پایین تر بود، یکیش مناطیش کمتر میخواستی بدی، یکی مناطیش بعد بیشتر میدادی، دوره مثلا وام دادنت کوتاه بود، هر کدومش چیزی بود که بعد دیگه ما از میون اونا با کمک همون خودش یکی از اون پاکت ها رو برداشتیم و کارمون رو شروع کردیم. Was ihr bekommt habt ist natürlich ein traumhafter Sache, dass ein Berater zu euch kommt mit 3 Angebote ist. Genau, das war so. Nicht üblich. Ist das so? Ja. Ist das so, Yusha Jan? وقتی که تو مشاوره بانکی داری، اون داره کار خودش رو انجام میده. اونم داره سودش رو میگیره. اونم رو حساب مجانی که کارش انجام میده. اونم کارش اینه. بعد اون میومد تو خونه، اون حتی مثلا قرار گذاشت تو خونه خودمون گذاشت، همه برنامه رو بود، یعنی یک فضای خیلی خوب واسه ما درست کرد که ما بتونیم خیلی راحت تصمیم بگیریم. خیلی خیلی واقعا حیفش بود، یه چیز خیلی واجبیه به نظر من در آلمان، همونجور که خودت میدونی هر کار اداری که داشته باشی باید وکیل خوب داشته باشی و در مورد ساخت خونه هم آدم احتیاج به مشاوره بانکی خوب داره، احتیاج به یک آرشیتکت فوق العاده داره، چون یه راه درازه و تو طولانی، یعنی من شاید نمیدونم روزی 5 بار 6 بار مجبور شدم با آرشیتکتمون زنگ بزنم یا اون بابت تماس بگیره. یعنی واقعا بعد از قضیه خونه سازیمون یه رابطه خیلی صمیمی با هم دیگه پیدا کردیم، حتی توی همین جریانا. میگم باید یک پلان خیلی فوق العاده
توی دستت داشته باشی چون پا توی این راه که میذاری انقدر استرس زیاد میشه و به قول آلمانی ها کم از مختم اندره ید باشتله بعد اون موقع آدم نمیتونه خیلی راحت تمرکز بکنه تصمیم گیری بکنه بخاطر این به نظر من که از قبلش یعنی زمین تو که پیدا کردی تو باید یه پلان خوب داشته باشی ما برای آرشیتکت هم آخ کنس و آخ اتسل آرشیتکت آخ ویه هاون فور اونزا آرشیتکت بیت 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 فیما دوخ بیزین دیت سوویت نه بیزن خودا پنیتون آرشیتکت میگه ما الان توی بانکیم ما الان هنوز نرفتیم برسیم با آرشیتکت میگم چرا ما رفتیم رسیدیم من فارسی همه رو گفتم فکر کنم نیست ان دخ تو باون زی هات ارزلت اس ایر ناخ دم هاوس باو میت دم آرشیتکتن سو اوفت اسن گگانگن سای نش کوات گود مان وی گمانجیت سو اوف اویشا یا وی منا اینفاخ یا یا ایش وایس Okay, was war der nächste Schritt? Ihr habt diesen Antrag, Auftrag geschlossen mit der Bank und dann? Ja, also ich will noch mal kurz eine wichtige Information sagen, weil sobald es ernster wird bei den Banken, machen die natürlich eine Anfrage bei der Schufa. So, wenn man natürlich bei mehreren Banken war und versucht es ja irgendwie schon durchzuspielen und jede Bank fragt dann die Schufa an, wird dann die Schufa auch irgendwann ein bisschen hellhörig und dann nach dem dritten, vierten Anfragen wird natürlich dann irgendwann auch die Zinsbelastung noch höher. Also wenn man sich wirklich beraten lässt, dann erstmal unverbindlich und dann, wenn man ein Angebot hat, was einem gefällt von der Bank her, dann muss man sich da auch irgendwie schon entschlossen haben und dann sagen, okay, klärt es mal mit der Schufa und dann sieht man eigentlich auch, was erst rauskommt. Ja. Wirklich, ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ganz, ganz wichtig. Ja, weil ruckzuck, weil man kann nichts dafür, man arbeitet, man verdient Geld, man tut alles versuchen, alle anderen Gefälter so gut wie möglich darstellen zu lassen, damit man möglichst niedrige Zinsen kriegt. Und dann, wenn man mehrere Anfragen hat, werden dann automatisch die Zinsen höher und man kann nicht mal was dafür. Ja. دوستان یه نکته خیلی مهم اون پارچه کلام. شما وقتی که پیش مشاورای مختلف میرید، پیش بانکای مختلف میرید، اونا هر بانکی میاد یه بار از اداره شوفا میپرسه آیا ایشون مشکل شوفا داره یا نه. وقتی که شما یه های 4 و 5 بار در عرض یه ماه هبس شوفاتون سر میزنید، باعث میشه که شوفاتون یه جورایی حالا آلمانیش رو ایشون گفت هل هوگش میشن، یه جورایی حواسشون جمع میشه قضیه چیه. توی شوفاتون یه تغییر کوچولو ایجاد میشه و حالا یه ریتی بهش میدن و اینجور چیزا، این باعث میشه که شما اوتوماتیک سود وامتون بره بالا چون شما توی شوفا یه نقطه کوچولوی منفی به هم زدید. حالا توضیحش امیدوارم متوجه شده باشید منظورم چیه. در کل مفهوم اینه که فکر نکنید مجانیه که کار به کسی نداره، میرم از این باک از این باک از این باک از اون بانک میرم میپرسم آیا به من وام میدن یا نه. نه، این کار به ضررتون میشه، 100% به ضررتون میشه. به مرحله‌ای که رسیدید که دیگه تصمیمتون رو گرفتید، تقریبا به اون بانک صحبتاتون اندازه کافی کردید، اون وقته که برید به بانکتون بگید اوکی من میخوام از شما وام رو بگیرم، شما میتونید الان به شوفا زنگ بزنید و یا اطلاعات من رو از شوفا بگیرید. این که شما هی به شوفاتون سر بزنید نکته ایه که باعث میشه که خیلی به ضررتون بشه. نه اینکه باشه که ما حالا یه هایی به نظرمون رسیده که بگیم اگر تحقیق کنید ببینید خیلی ها به ضررشون شده و بعدن تازه فهمیدن که اینجوری هم نیست که حالا بانک انگبوت گرفتن مجانی بذارد 20 تا بانک پول میگیرن انگبوت میگیرن ببینن چی میشه. خیلی خیلی نکته مهم. مرسی. دانک پاتریک. Das war echt ganz wichtige Thema, dass man nicht vergessen darf. Ja, viele reden darüber auch nicht, das ist das Problem. Das merkt man dann hinterher, wenn es dann zu spät ist. Ja, das habe ich gerade gesagt. Genau. Okay, was noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? دیگه از بانک بیای بیرون مثلا دیگه چیکار می‌کنی؟ خب دیگه زمینی پیدا کردی، از بانک اومدی بیرون، حالا دیگه Du hast immer noch iranische Kopf. Okay, jetzt haben wir Grund. Sie meinte, du kommst von der Bank raus und das ist gut, du kannst jetzt anfangen zu bauen. Ja, kaufe ich mir so ein paar Beton. Okay, weißt du das nicht, die Geschichte? Ich baue und baue ich mein Haus. Und du hast deine Kablasachtane viele bei meinem Vater, also der hat gesagt, man kommt so die Bier zurück und ich besachtane.
چون دیوارا که گذاشته شد من یه نفس عمیق کشیدم. اوکی. یا به خاطر همین من میخوام سریع ما بیایم دیگه بسازیم بریم دیگه سقف بزنیم من خیالم راحت شد. اوکی دان پاتریک. Also, ich habe gesagt, die Geschichte vorbauen für mich war sehr stressig. Deswegen will ich schnell wie möglich alles ändern. Du musst ja ein bisschen reiner. Also, wir haben ja gleichzeitig nicht nur eine Bank gesucht, sondern eigentlich auch einen Architekten, weil wir hatten ja die Vorstellung, wir wollen ein Fertighaus bauen aus Beton. Ja? Also nicht eine Holzständerbauweise, sondern wirklich aus Massivbeton. Und da gab es eine Firma. Die hat es versprochen, innerhalb von einer Woche das Haus zu stellen. Und dahin hat mir auch die Kosten für das Haus, was es ungefähr kostet. Und sind dann zur Bank mit allem gegangen und haben gesagt, okay, in der Höhe würden wir gerne den Kredit haben. Und ja, dann fing das halt mit der Bankgeschichte an, sind wir dann zu verschiedenen Banken gegangen. Und ja, dann dann wollten wir nämlich eine Baugenehmigung beantragen und haben keine bekommen, weil wir eigentlich eine Doppelhaushälfte haben und wir mussten von der Dachfirstrichtung das gleiche sein wie der Nachbar. Aber da wir ein größeres Haus bauen wollten, war das dann nicht möglich. So, die ist ja eine Fertigbauhausbaufirma und die hat gesagt, wir haben nur das Dach, wir können nicht das Haus ohne Dach liefern oder auch nicht das Dach vor Ort anpassen. So, demnach hat man dann aber auch gleichzeitig die Kreditbewilligung bekommen von der Summe und standen dann da, dass wir jetzt das Geld hatten, aber kein Haus mehr. Meine Güte, und die Geschichte, Patrick hat jetzt von kurzer Zeit erzählt oder von Sekunde hat alles erzählt. Bei uns vorher dauert 6 bis 7 Monate, dass wir haben alles geplant, der Architekt war da und alles war tipptopp und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt dauert nur 6 Monate und dann wir können einfach in aller Ruhe umziehen. Und dann auf einmal, er hat uns angerufen und hat gesagt, tut mir sehr leid, ihr kriegt kein Baugeld. Denkt daran, ja. 6 Monate habe ich gesagt, das war für mich eine wichtige Zeit. Shishma masab kardam, hala baad az 6 ma taraf taze umade, injuri ke begam architect kheli naqsh asasiye dare. این میتونست هم روز اول اگر تجربه بالایی داشت، بعد یه دون آرشتک آلمانی هم بود، تجربه بالایی داشت ما رو از هم روز اول آگاه کنه، بگه شما فرتیگه هاست نمیتونید بذارید اونجا، اینجوری، ولی متاسفانه تجربهش کم بود، 6 ماه از وقت عزیز ما رو گرفت. Genau, das ist sehr, sehr, sehr wichtige Punkte. Ich finde, es ist wichtiger wie, alles ist wichtig, aber das, ich finde auch, ist wichtiger wie alle anderen Sachen in dieser wie heißt denn das, Plan. Aber nachdem dieser Architekt, und dann, du kannst nicht vorstellen, Yusha, yani her chi ke tu fikr koni, man jig zadam pusht telefon va ashq riqdam be architekt. Vale, khob dige chare-i nabud o barname ma in shode bud o ma ham dige ba khodemun harf zadim o say kardim ino be fal nik begirim. Hala baad az in architekt, willst du jetzt erzählen, was passiert danach? Bist du schon so weit? Nee, ich bin. Fast. Gib Gas, Schatzi, bevor ich alles erzähle. Ich habe dann natürlich auch versucht, verschiedene Baufirmen zu finden und Bauweisen, ja, weil wir da das Problem hatten, dass wir natürlich jetzt ein Budget hatten, was natürlich dann zu keinem Haus weggepasst hat. Fünf Firmen. Wir hatten Termin gehabt. Denk daran, jede Firma, du soll auch Termin machen. Jeder Termin dauert 1 bis 2 Wochen oder noch länger. Und dann, wenn man da ist, wieder erste Gespräch, man kriegt kein Angebot, man sollte wieder warten. Nicht nur das, du musst halt überlegen, du hast dann jetzt ein gewisses Kontingent. Das Haus kostet so viel, was ist alles dabei, was fehlt noch? Weil auch gerade bei so Fertighäusern ist ja meistens, dass die Bodenplatte fehlt. Ja, das steht ja nirgendwo, da gibt es ja dann einen Preis für das Haus, ja. Aber da sind dann, was weiß ich, bestimmte Sachen nicht drin. Auf jeden Fall meistens die Bodenplatte, ja. Und die sind dann auch nochmal 30.000, 40.000 Euro, die du draufrechnen musst, je nach Größe. Mhm. Und du fängst natürlich dann auch an, Abstriche zu machen, ja. Also ich habe dann auch gleich gesagt, ja, wie sieht es denn aus mit dem Dachausbau? Können wir das nicht selbst dämmen? Können wir nicht die Elektrik selbst machen? Einfach so einzelne Posten zu streichen, damit das Haus dann günstiger wird. Ja, damit man mit dem Geld, was man da zur Verfügung hat, noch irgendwie hinguckt.
Und ja, schlussendlich ist das alles dann erstmal nichts geworden. Ja, das war dann Wie natürlich immer. sehr, sehr nervenaufreibend, weil die Bank hat dann auch gesagt, na, wie sieht es denn aus, wann geht es denn los, ja? Und dann kannst du ja weiter erzählen, was passiert ist. Jetzt, du Jetzt hast kommt die Drama, angefangen, ne? nee, Schatz, jetzt musst du. من دیگه علی گفتم دیگه دارم مبل میخرم میارم تو خودتو بدون. آره دیگه اینجوری شد که ما بعد از این جریان رفتیم دنبال آرشیتکتای دیگه، با اونا هم قرارامونو گذاشتیم، با اونا هم کارمون نشد. و حالا یه چیزی بهتون بگم بچه ها، که چقدر واقعا ما شانس آوردیم و اون 6 ماه، درسته که زمان خیلی طولانی بود و ما اونجا کردیتمون دیگه آماده بود، بعدش دیگه خیلی درس پیدا کردیم، باید سینس میداریم واسه کردیتمون، چون کردیتمون دیگه بلوکی شده و دست نخورده بود و از این جریان هم داشت اینا. ولی خدا رو شکر که ما فرتی 2000 رو نتونستیم بخریم، چون که اون از این هاوسی که ما الان ساختیم کوچیکتر بود و از این هاوسی که ما الان ساختیم بیشتر پامون در می اومد. ما فقط دوست داشتیم که همسایه هامون اذیت نشن، چون توی آلمان وقتی تو شروع میکنی به خونه سازی خیلی از طرف همسایه ها چی میگن، نفرین و لعنت میشین. یعنی انقدر همسایه اذیتت میکنه، مخصوصا که همسایه بدم داشته باشه. حالا ما توی کوچمون مثلا همسایه دیوار به دیواریمون خیلی خوب از کار در اومد، ولی همسایه که او طرفمونه یه خانم فوق العاده بیکار و بدجنس، 3 بار واسه ما با اشتوب داد یوشا، انقدر ما رو اذیت کرد، انقدر ما رو از همچنان هم داره اذیت میکنه. و اینجوری بود که ما گفتیم که یه دونه فرتیگ ویزا باشه که یک روز یه نفر بیاد این خونه قبلی، آخه توی زمین ما قبلش خونه بودم، اونجوری گفتم، گفتم بعد از آپدیت این دیگه بیان، چون اون فرتیگ ویزا 2 هفته تا 3 هفته کل خونه رو تموم میکنه. و ما گفتیم اینجوری همسایه‌مون اذیت نمیشن، ما هم اذیت نمیشیم، بعدش میخوایم خب بیام اینجا زندگی کنیم، همه دوستمون دارن. ولی خب خدا رضا مرتبه شد که اون پروسه پیش نرفت و دیگه ما با یه دونه آرشیتکت ایرانی آشنا شدیم. خدا رضا مرتبه شد. سوری شد. مبی ابو میت قدیمی کنن گلن تو تا ویس تو. Natürlich heute. Aber halt, jetzt ist es na, du musst auch auf Deutsch alles sagen. Ich muss auf Deutsch. Muss ich jetzt übersetzen? Schau mal, schau mal. Erstmal, du erzählst. Schau mal, kann Hammer einmal auf Deutsch machen, man auf Shirazi. Hammer, ich sage. Jedoch, man Farsi, ich sage, jedoch, Yusha, ich sage, Shirazi. Musallas in Bermuda. Dann, fang an. Wie haben mit der Radim kennengelernt? Erzählt. Nee, du kannst besser wie ich. Sag mal, auf Deutsch. Ja, nee, du hattest ja einen Permanent-Tattoo-Termin. Und ja, die Tätowiererin hat dann eigentlich so gefragt, wie es uns geht, was wir so machen. Und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ja, sie hatte dann halt gesagt, ach, das ist ja aber alles nicht so schön. Aber sie kennt dann einen Architekten. Ja, sie hatte gesagt, wenn sie hat verstanden, dass ich Persisch bin, sie hat gesagt, oh Gott, ich liebe sehr Perser, ich habe auch einen persischen Freund. Und da habe ich gesagt, na, und dann, wo wohnt ihm? Was hat vom Beruf? Und er hat das kann man nicht zweideutig verstehen. Nee, nee, nee. Und dann, sie hat erzählt, zufällig soll ich sagen, dass er ist ein Architekt. Habe ich gesagt, wir brauchen, genau jetzt, wir brauchen diese Person. Und da habe ich gesagt, darf ich die Telefonnummer bekommen? Und sie hat gesagt, sie sollte erstmal fragen. Und da einen Tag später, unser Architekt hat uns angerufen. Okay. Und da ich habe erzählt, dass wir haben ein Grundstück, dort auch ist ein altes Haus, weil wir haben auch viel Ärger gehabt wegen Abriss von unserem alten Haus in die Grundstück, weil wir wollten komplett ganze Haus abrissen und neu bauen. Das war auch, das hatte auch eine lange Geschichte. Also, warte mal, welches Problem habt ihr bekommen? Abriss eines Hauses ist genehmigungsfrei. Es ist so, dass wir ja eigentlich ein Grundstück gekauft haben, wo dieses ja, ein Doppelhaushälfte drauf stand. Ach so, das und war das. Da war das Problem nämlich, dass es nur eine. Nee, doch, dass nur eine Wand gibt. Ja? Normalerweise baut man ja die Doppelhaushälfte. Eine gemeinsame Brandwand, genau. Genau, und da gab es nur eine gemeinsame Brandwand. Aber ja, das ist natürlich auch für die alten Häuser,
die hatten einen niedrigen Keller. So, und wir sind natürlich auch vom Keller her tiefer, also musste man natürlich dann auch noch Abstützungen machen, damit nämlich nicht das Ja. Nachbarhaus in Das unsere Haus, Baugrube ja. fällt. Ja. Und das sind Ja. alles so Kosten, die hat man vorher nicht im Blick, ja. Aber das waren dann auch im Endeffekt 15.000 Euro, was das mehr gekostet hat. Ja, das geht ruckzuck. Und dann muss man natürlich auch extra noch eine Baubeaufsichtigung machen. Die ist dann Ja. rübergegangen zum Nachbar, hat dann geguckt, ob es irgendwelche Risse an der Wand gibt. Weil natürlich, Ja. wenn ich das Haus abreiße und da entstehen irgendwelche Schäden am Nachbarhaus, muss ich natürlich dafür auch haften. So, und das sind natürlich auch Kosten, ich glaube, die hat 2.000 Euro gekostet im Endeffekt. Ja, Ja, klar. Ja, diese Gutachten kosten echt sehr viel Geld. ja. Und das sind einfach Kosten, die hast du so nicht auf dem Schirm, die kannst du auch vorher nicht so wirklich kalkulieren, die sind auf einmal Ja. da. Ja. Genial. Bachelor Tosi, خیلی خوب کوتاه آرشیتکتی بهتون Danke. بدم. شما توی آلمان موقعی که میخواین یه خونه که بهش میگن Alleinstehende هست، یعنی خونه که ویلایی هست دور برش هیچی نیست، رو خراب کنید، اون هیچ مشکل نداره، بدون هیچ مجوز یا چیزی میتونه خرابش کنید. فقط باید به شهرداری خبر بدید که من میخوام خراب کنم. ولی اگر یه ساختمون به ساختمون نیست که میخواین شما خراب کنید چسبیده باشه، باید امنیت اون ساختمون رو تعمیر کنید. اونم به این شکل که شما باید یه دونه متخصص توی قراردادتون بیارید که اون میاد چک میکنه که امنیت این ساختمون از لحاظ استاتیکی فراهم باشه. حالا مشکل بزرگی که بهش میگن دوپل هاوس هلفته، یعنی دو تا ساختمون که به هم دیگه چسبیده هستن، دو تا همسایه، پیش میاد اینه که هر ساختمونی توی آلمان باید این دیوار وسطی برندمن باشه، یعنی دیواری باشه که در صورت آتش سوزی توی این ساختمون آتش به این ساختمون دومی نرسه. اینا دوپل هاوس هلفته ها با هم یه دونه برندمن دارن، برندمن مشترک دارن، و وقتی که شما میخواین اینو خراب بکنید، برندمنده رو اجازه ندارید خراب کنید و باید این تحت نظر یه دونه متخصص صورت بگیره. و این دیگه چیزی که گفت 17 هزار یورو براشون هزینه برده در جمع. و یه مشکل دیگه هم که داره اینه که قدیما ساختمونا کلا یا زیرزمینشون خیلی عمیق نبوده، مثلا 1.72 بوده، و الان خب آدم ها دوست دارن کلاهای عمیق‌تری داشته باشن که بتونن ازش استفاده کنن، و این سطح بین دوتای زمین خالیه، گل خالیه، و مثل تو ایران نیست که زمین ها سفت باشن، و اینی که شما بتونید امنیت اینو ایجاد کنید که وقتی که میخواین اینو خراب کنید این ساختمون کلش نرزه توی زمین شما، خیلی سخته و خیلی گرونه. پس اگر میخواید یه خونه رو بخرید به یه آرشیتکت مراجعه کنید خیلی تا بهتون مشورت بده. Das ist doch wichtig, dass sehr man wichtig. vor dem Haus eines Hauses, vor dem Kauf eines Hauses, unbedingt sich mit einem Gutachter, einem Architekt, bei einem Architekt einen Termin macht und sich beraten lässt. Also diese Sachen sind dringend wichtig und kann nicht jeder Architekt. Ernsthaft. Okay. Markus, das bedeutet nicht, Was? ich bin Architekt, ich weiß alles. Das habe Wissen ich wir jetzt gesagt, ist alles. wichtiger über alles ein guter Architekt. Und auch Ja, das sage ich jetzt. bevor du das Grundstück kaufst, mal gucken, was in dem Flurplan drin steht, was man überhaupt Ja. bauen darf, wie viele Stockwerke, Genau. was für ein Dachform und wie auch immer. Weil oftmals tut sich da schon die Träume zerschlagen. Ja. Leider. این خیلی مهمه که قبلش با یه آرشیتکت مشورت کنید تا بهتون بگه چی اجازه دارید بسازید، چند طبقه اجازه دارید بسازید، سقف خونه حتی زاویهش بعضی وقتا تعیین شده، شهرداری میگه شما باید 40 درجه بسازید، اگه بخواید 41 بسازید باید درخواست بدید، درخواست به رشتت پلانینگ تایید بشه، معمولا تایید نمیشه، تاییدم اگر هم تایید نمیشه، کنن از تاییدم شما نمیشه. پول بید. اگر بخوان تایید کنن از شما پول میگیرن، و اصلا موقعی که میسازیدش همسایه بغلی میاد میگه من 40 ام، ولی چرا 41 میسازی؟ ساختمون داری زشت میکنی. همسایه رو با خودت اگر بد کنی تا آخر عمرت عین یه خاک تو بدبختی چشم پدر تو در میاد. درست میگم؟ Ein بدبختی schlechter Nachbar in Deutschland ist tödlich. leider. Was denkst du? Darüber auch, wir haben eine schöne Erfahrung. Ja. Von jeder Sache, wir können ein schönes Buch schreiben. Ja, ich bin ja froh, dass die Nachbarn, wo wir eigentlich das Doppelhaus teilen,
wirklich sehr nett ist. Ja, ja. Also der hat uns auch geholfen und uns unterstützt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir mussten da auch einige Behördengänge machen. Der musste auch da einige Zeichnungen unterschreiben. Und auch von der Behörde her, wir mussten auch für ihn einen Bauantrag stellen mit unserem zusammen. Ja. Ja. Also da war viel und da hat er zum Glück mitgezogen, muss ich wirklich sagen. Also, ja, aber er hat darüber uns geholfen, aber bezahlen gar nichts. Aber alles selbst bezahlt. Weil ich mir die Jahre noch aus dem Haus gut, schon Haus und Kutschik gut, aber wir müssen Haus und Miss auf dem. Also, wenn ich ein Haus hier gerade mir gut, ich habe die Mogov, ja, ich habe die Architekte, also diese und Marana, aber ich habe die Mogov, die Batscha, Aja, Bechheit, in Haus und از حاس این بزرگتر بسازید فقط در یک صورت امکان پذیره. در چه صورتی؟ در صورتی که این آقا به شما اجازه بده یه دونه سوئشتیمون بده که ما میتونیم حاسمون رو فراتر از حاس این ببریم جلو. بعد این بنده خدا ما رفتیم بهش گفتیم خب از اونجایی که خدا از آمد شد بیشتر از همسایه‌ها در آلمان پیرن و تنها هستن و فامیلی هم ندارن. این همسایه ما جریانش همین بود. بعد گفت که من حالا مگه چقدر دیگه میخوام اینجا زندگی کنم؟ 4-5 سال دیگه بس میخوام برم آلتسهایم. هر کار دلتون میخواد بکنید که بند خدا یه سال هم نشد. ما قد خوش قدم بودیم زودتر از 5 سال رفتش. بعد Will er sein Haus verkaufen? Nee, noch nicht. Er hat noch nicht verkauft, weil die چیز بعد بفروشه دیگه. میخواد چیکارش بکنه. ولی هنوز نه. Patrick, wenn er verkaufen möchte, sag Bescheid. دیگه نمیدونی که صد تا کجا به من بشاید داده. من یعنی هی دارم ماکلرمون برام بالا. حالا جالب این که یه چیزی بگم یه شما فکر کنم خب این خونه رو میفروشه ولی چیزی که هست یک دوست صمیمی داره که همه کارش الان داره میکنه و 1100% که بعدش تمام اینا اربه میرسه به دوستش. اما به همه گفتیم اونایی که منتظر زمین هستید بگردید جای تو خیلی زمین خوبیه چون جایی که ما هستیم واقعا جای خیلی خوبیه که همه چی داریم از ایستگاه قطار و مدرسه و دمونگاه و کلانشات ولی خب خیلی عالیه جام خیلی خوبه خودش. حالا همه اینا بماند این گفت که این به ما اجازه داد که ما حاسمون رو هر جور دلمون میخواد بسازیم ولی در یک صورت این جریان مبلیش بود که یعنی اتفاق میفتاد که تمام پلانی که ما داریم یعنی عین پلان ما رو با آرشیتکتمون برای خونمون میریخت. یعنی ما برای دوتا خونه در یک زمان باید باگره میگون میگرفتیم و آبخیزگه نمیگون و این 10 سال هم چیز اعتبار داره. خب معلوم که تمام اینا هزینه بر بود دیگه. ما خونه خودمون رو باید میدادیم خونه نمیدادیم. این گفت هر چی بخواید من امضا میکنم ولی پول نمیدم. بعد اینا از اون جریانایی بود که تو برنامه‌اش نداری بعد هی باش دل میاد هی تو بعد این هم جریانی که قبل از این که شما شروع به هاوس ساختن بکنید و کردیتونو که میگیرید در کنار کردیت هم باید حساب پولی داشته باشی چون هر دقیقه یه اتفاق میفته. اینا هم هست. Ich habe Zeit. Und für Baugenehmigung und alles hat die Bank gar nicht bezahlt, richtig? Nee, das sind einfach Nebenkosten. Also du musst ja schon, auch wenn du zur Bank gehst, musst du ja mindestens mal 10%, eher 15-20% Eigenkapital vorweisen. Vorher Vollfinanzierung, da wären ja die Zinsen so hoch, da kannst du gar nichts mitmachen. Also findest du 1,35 so hoch von den Zinsen? Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Zinsstand ist, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich einfach, ja, ich gucke mal, dass ich meinen Kredit bekomme. Das ist richtig hoch. Ja. Das ist nicht wie früher. Ja. Das ist, unter 1 ist so ein Traum geworden. Geht's nicht. Ja. Nee, deswegen, also. Aber für uns war es nicht unter 1. Wir haben 1,7, glaube ich. Ja, ja. Also, weil es da noch in dem Bereich war, wo es gefallen ist. Ah. Ja. Wenn wir mal bei Zinsen 1,7 gehäftet. 1,7% میگن چی میگن به فارسیش؟ یک ممیز هفت درصد ما این با این سنس گرفتیم. میگم ما سه تا انگبوت برامون آورد کمترم بود ولی خب دیگه مثلا مناطیشش خیلی زیاد باید پرداخت میکردیم بعد دیگه به ما نمیخورد. اینجوری بود که ما ترجیح دادیم که یه مقداری کمتر مناطیش پول بدیم ولی خب یه سنسش 1-2% رفت بالا. حالا خیلی هم نبود 1-2% بود ولی خب به نظر من آدم یه ذره چیز داره دیگه آرامش داره بعدش که آدم میاد توی خونه در صورتی که بعدش هم که اسباب میکشه دیگه بعد به سر کار هم که دیگه امروز برات گفتم خیلی سخته. خیلی سخته.
یعنی ناامید میشی، داغون میشی، باید قید مسافرت، قید پارتی، قید خرید، قید همه چی رو بزنی، یعنی فقط فوکوس کنی روی این پروسه خونه تا اساس بکشی بره توش. آره. بعد موقع تازه اینم بهتون بگم که بعد اون کردیتی که تو میگیری، خب مثلا ما جریان کردیت خودمون اینجوری بود که اولا که برای کلاس ساخته نمیشد کامه، که بعد ما کردیت دومو گرفتیم، بعد با اینکه کردیت دومو گرفتیم بازم حیاتمون تموم نمیشد، یعنی ما توی یه شلوغی اسباب کشی کردیم اومدیم توی خونه، بعد الان یک سال گیریم که حیاتمون رو تموم کنیم، یعنی حیاتمون هم جز کردیت نبود یوشا جان. یعنی تو اینجوریه که باید حتما یه چیزی از قبلش پسنداز داشته باشی، و ما جریانمون بود که به خاطر اینکه این هدف رو داشتیم. برای خرید خونه همیشه میگن zum Haus kaufen braucht man mindestens 10-20% Eigenkapital haben. Deshalb habe ich gesagt, darüber aufkommt, Garten wir haben selbst bezahlt, Küche man sollte auch selbst bezahlen, weiß ich nicht. Danach auch, وقتی ما اصلا کردیتمون رو گرفتیم، دوباره مثلا فیلیزنا رو من خواستم عوض کنم. اینا همه اکسترا هی اومد روش. Muss auch gucken, Wasseranschluss, Stromanschluss, Telekom. Ja, das auch kommt alles. Allein Telekomanschluss hat 800 Euro gekostet. Ja. Wasseranschluss, da zahlst du pro Meter, zahlst du auch richtig Geld. Und Versicherung? Wir haben 5000 Euro. Und danach, nach dem Hausbauen auch, man darf nicht vergessen, kommt noch jede Menge Rechnung, dass wir haben auch eine schöne Überraschung jedes Mal, dass ich meinen Briefkasten öffnen kann. Weißt du was? Dass manchmal Patrick sagte, bitte Wochenende nicht. Weil wir wohl ein Wochenende mit allen vorsitzen. Machen wir auch. مثلا ما قبلی یه دونه اوبراشونگی که داشتیم این بود که 5000 اورو وی هابن وگن اشتروم رشنون گکریکت وگن باشتروم. اینا همه بعدش میرسن خدمتتون. من بگم بچه ها یعنی اصلا 5000 اورو باشتروم وی هابن اوخ وی موستن اوخ بتزالن. Ja. Nachzahlung. Also wir haben auch monatlich noch bezahlt. Das war auch Nachzahlung. یعنی برای دوستان عزیز من اینو به فارسی بگم، میگه که پولی که ما برای دوره‌ای که داشتیم خونمون رو می‌ساختیم ماهانه پول می‌دادیم برای برق، و بعد برامون 5000 یورو نخسارم. بعدش دوباره باید 5000 یورو. Und danach ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir haben darüber viel Ärger gehabt, ist wegen, sag mal, Steueramt. Man sollte vor Hausbauen auch unbedingt erstmal mit dem Steueramt darüber reden, das gucken, wie viel Steuer muss nach dem Hausbauen, wegen das Haus, wenn das Haus fertig wird, natürlich du musst auch Finanzamt fertig sein. Meinst du? Ja, genau. Das sollte man auch mit Finanzamt auch darüber vorher unterhalten. Das ist auch sehr wichtig. Ja, was war das, Patrick? Was war das mit dem Finanzamt? Ja, das war ja, weil... Was war das? Wir haben ja das Grundstück in der Familie gekauft. Damit war das eigentlich eine Kauferbschaft. So. Und darauf fällt natürlich Erbschaftssteuer an. Ja. So, jetzt wird natürlich beim Notar schon gleich auch vermerkt und auch im Vertrag so reingeschrieben, dass es von vornherein richtig ist. Jedoch darf er natürlich auch keine Aussagen machen, was da wirklich an Steuern fällig wird, ja, weil das wäre ja dann eine Beratung, das darf man natürlich nicht. Also bin ich dann zum nächsten Steuerberater gegangen und habe mich mal erkundigt, was da so auf mich zukommt, ja. Und da wurden ganz andere Summen genannt, wie nachher fällig waren. Ja, also ich bin dann um Faktor 4, ja, habe ich dann eine höhere Rechnung bekommen. Genau. Ja, nee, nicht nur Faktor 10 eigentlich. Die genau, erste Rechnung war Faktor 10. Und dann fängst du natürlich an, mit dem Finanzamt auch zu diskutieren. Ja. Ja. یعنی اینا که نفس هم تو نمیتونی بعضی که خونه ساختی بکشی. چون هر کسی از یک طرفی سردرمیاد. حالا خواهج از اونا توی آلمان همه چی مالیات داره، نه شما یه دونه فلاشه واسه هم که بخری مالیات داره، همه چی اینجا مالیات داره. و تو فکر کن وقتی که تو بخوای یه خونه بسازی دیگه چقدر بابرش مالیات بدی، تو با مالیات هم در نظر بگیری. چون این مالیاتی به همه خونه ها نمیخوره، شما یه دونه ابشاب اشتویا واس بر اونست. Hast du recht, ist Erbschaftssteuer. Aber trotzdem, alles hatte Steuer, Jusha.
هرچی که تو بگیری داره. تو قسم میت ابشف اشتویا او دا نورمال اشتویا. تو قسم ون من هاوس باون موسته اشتویا بزالن. اون من دولت فوهر آخ داروبا رشنن. چون اگر که تو Wie viel Prozent war das, diese Erbschaftssteuer? Ja gut, von dem Grundstück. Aber beim Kauf des Grundstückes habt ihr keine Erbschaftssteuer bezahlt? Das normalerweise muss doch vorher mit dem Kauf Nebenkosten dabei sein. Nee, das wird nachher vom Finanzamt gezogen. Das Finanzamt meldet sich dann nach der Berechnung des was nötigen Steuern. Weil wir haben ja das Grundstück gekauft, dann haben wir einen Großteil bezahlt und ein Teil wird ja gedeckt von dem Erbschaftssteuerfreibetrag. Das heißt, wenn ich jetzt zu meiner Mutter zum Beispiel ein Grundstück kaufen würde, dann habe ich 500.000 Euro habe ich frei, weil es direkte Erbschaftslinie ist. Ja. Mhm. So, wenn ich jetzt natürlich dir was verkaufen würde, dann hättest du nur 20.000 Euro frei zum Beispiel. Und je nachdem, was für ein Kaufbetrag das ist, ja, wenn ich natürlich dir was für 20.000 Euro verkaufe, dann musst du keine Steuern zahlen. Wenn ich dir aber was für 20.000 Euro und 1 Euro verkaufe, ja, dann musst du auf diesen 1 Euro 30% Erbschaftssteuer zahlen. Ja. Ja, so. Ist das leider so. Und wenn natürlich ein Grundstück kaufst, sagen wir mal von, 600.000 Euro zum Beispiel und hast dann nur einen Steuerfreibetrag von 100.000 Euro oder sowas zum Beispiel, ja. Dann musst du gucken, wie du da zurechtkommst. Aber ich darf auch nicht vergessen, das ist auch sehr wichtig. Nota auch ist sehr, sehr wichtig. Wir haben in unserer Nota auch eine große Ärger gehabt. Das war auch, dauert ein Jahr. Wir haben gewartet, dass wir einfach alles bis Ende bekommen und wir kriegen unsere Grundstücke. Ein Jahr, das war ein langes Zeit. Was war das mit dem Notar, Patrick? Mit Notar, weißt du, was war das? Meine noch Tajimi dann bevor sie begann, weil ich ein Kharaji dachte, in Samino mich harit. War auch Kharaji Bande, oder? Bei mir umore Eromate. مثلا شهروندی آلمان هنوز نداشتم من با اون پاسابیه این زمین خریدم بعد ای آقا خیلی بهشون فشار اومد و ما رو انقدر اذیت کرد سر این قضیه به وقتی من پاسم بهش دادم گفت من اصلا تو عمرم یه همچه آسوایس و یه همچه پاسی ندیدم همه این اذیت هایم که پاتی که بیزبون شد به خاطر من بود و تو فکر کن مثلا ما تو رفته بودیم تو نوتا خب مثلا خالش بود مادرش بود اینا همه اونجا بودن و همه میگفتن که مردم من گفت که شما آلمانی متوجه میشی میتونی حرف بزنی من گفتم یا ich kann Deutsch reden ich bist du ich finde auch so gut aber nicht ich kann nicht so gut wie sie reden این شد پرابلم برای ما یعنی از همین کلمه که من گفتم گفت که اون بدیم بیا با آخرین دور میچه یعنی حتی حالا مثلا خانواده شوهرم میگو بابا این زن منه من دارم صبح تا شب با این حرف میزنم مثلا خانوادهش گفتم بابا جان من ناهید میفهمه آلمانیو میتونه صحبت کنه تو رو میفهمه نه 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 اون بدیم ما دونیم چه میخوام که اینم دوباره مثلا شد اضافه سازمان که ما دوباره یک نفر رو پیدا کردیم توی فرانکفورت بند خدا اومد واسه ما دونیم چه کرد بعد اون درمت بهش گفت که این خانم sie kann sehr gut Deutsch verstehen und Deutsch reden. Ich verstehe nicht, wieso. Sie wollten unbedingt ein Dolmetscher dabei sein. حتی اونم بهش اینو گفت و ما اونجا مثلا دوباره 500 تا پیاده شدیم. 500 تا از ما گرفت دیگه آره دیگه برای 2 ساعت دولمیچری که اومده توی محضر از ما 500 تا گرفت و کی که مترجمتون کی؟ الان نمیدونم اسمشو بگم اوکی یا نه؟ آره. بگم آقای آره. زکایی زکوری همچی چیزی بود میشنم زکایی آره حمید زکایی همچی حالا درست هم من ناما یادم نمونه بعد دیگه چه این آقا اومد و بعد ما از اول تا آخر خب گفتیم و خندیدیم دیگه از اول تا آخر داشتیم میگفت ترجمه کن من فهمیدم میگفت خال چیکار چی من باید چیز به تو بگم دیگه میگفتیم و میخندیم خلاصه جلسه هم تموم شد ولی ما خیلی 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 توی مزه اذیت شدیم و فقط هم مشکل من بودم اوکی
Eure Geschichte ist wirklich so eine Drama. Ja, bei uns. Also, das hat, glaube ich, jeder gesagt, egal ob es der Architekt war oder der Bankberater, die haben selbst gesagt, sowas, was ihr durchgemacht habt, das haben wir noch nicht erlebt. Ich meine, das Thema ist noch viel größer. Es fängt ja noch mit dem Bau an. Das ging ja dann mit Genau. Diebstahl noch weiter. Ja, da haben sie jetzt schon zweimal eingebrochen und oh, das ist eine never-ending Geschichte. Also da kann ich einen ganzen Abend erzählen. آره Ja. خیلی خیلی سخت، خیلی راه اصلا خیلی وحشتناکی بود. نگاه Wie lange hat eure تونل Baugenehmigung وحشت. gedauert? Entschuldigung. Wie lange hat eure Baugenehmigungsprozess gerade gedauert? Also das war nach Paragraph 64, also genehmigungsfrei. 34. Ach so, okay, 34. Das ist ja, du reichst es ein, dann hat eigentlich die Stadt 4 Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Und ja, wenn das natürlich nicht geschieht, dann kriegst du automatisch die Baugenehmigung. Ja, und das war eigentlich ganz gut. Ja, okay, das kenne ich. Bei uns in NRW ist 62. Ja, ich weiß nicht. Kann Ähm, sein, dass du auch recht hast. Ich weiß nicht. ja, ist unterschiedlich. Nein, nein, das ist unterschiedlich. Jeder Okay. Bundesland hat seine Ah, eigene. okay, wusste ich nicht. Das Baugesetzbuch ist für das ganze Bund, aber Okay. Bauordnung ist für jedes Bundesland unterschiedlich. یعنی دیگه ما پوس انداختیم Okay. دیگه قشنگ پوسی انداختیم تا خونه تموم شد و سلام و محمد با اومدیم توش. خیلی سخته Okay. بعد از تمام Und این chronologisch, was kommt im nächsten Schritt? Als nächsten Schritt? dann wir haben auch Notar erzählt und dann Architekt erzählt und dann bei Bauen man haben auch erzählt kommt so viele Sachen Nebenkosten und dann aha kannst du auch wegen Hausversicherung oder diese Bauversicherung auch erzählen? Ja gut, Boah, du ja. brauchst eine Bauherrenversicherung, ja, auf jeden Fall. Also wenn du baust, bist du auch dazu verpflichtet, eine Bauherrenversicherung abzuschließen. Ja, wenn was passiert, zahlst du eigentlich nicht wirklich. Was ist so wie immer. Da gibt es natürlich auch Genau. diverse Zusatzversicherungen, die kosten natürlich auch richtig Geld. Aber da kann man natürlich zum Beispiel bei ja, Diebstählen, kriegt man dann natürlich da auch was erstattet zum Beispiel. Habt ihr auch natürlich bekommen? Nee, wir haben Ich gar kann nichts das gar bekommen. nicht. Nein. Also beim ersten Mal sind sie eingebrochen, haben Werkzeug und alles geklaut, ja. Da sind sie aber durch die Tür rein und da haben sie gesagt, nee, das wäre nicht mitversichert gewesen, weil ich noch nicht richtig eingebaut war. Beim zweiten Mal haben sie von der Wärmepumpe das Außengerät geklaut und da haben sie auch Wärmepumpe. nichts gezahlt, weil sie dann gesagt haben, die war ja bereits installiert. Dabei war die noch gar nicht angeschlossen, die stand nur auf dem Sockel festgeschraubt. Oh meine Güte. Nee, die zweite war, ich nehme wie erst. Boah, meine Güte, das war einfach ein kurzer Zeit, bevor wir durften endlich umziehen. Unser Architekt hat mir angerufen, morgen früh um 7 Uhr. Nani, ich habe eine schlechte Nachricht. Was gibt's denn da schon wieder? Wärmepumpe, hat du Dose dann? توفکو وهم پمپه ایزه شیره یعنی وقتی که میخواستن اینو مونتاژش بکنن 4 تا مرد بودن نمیتونستن اینقدر این سنگینه و تو فکر بکن که چطوری اینو اومدن از دم در خونه ما کندن بردن بعد آخر نمیدونم اصلا خیلی اذیتمون کردن سر این خونه حالا آخرم بعد حالا جالب چی تو کرونا سایت بود یا پلیس بهتر که فارسی بگم به پلیس زنگ زدیم پلیس گفت کرونا شما به همه اینا رو آنلاین بدید پلیس از حالا 1 سال گذشته خب 2 بار خونه ما رو دزد زد بعد اصلا 1 بارم ملت نشدن اینا بگن خب شما مثلا طرف بس مردم خرد بچن چیکار کردی آخر اینجوری شد که ما الان دوربین گرفتیم میخوایم در تمام گوشه‌های خونمون دوربین بزنیم مخصوصا که فوکوس کنیم رو ومپمپمون چون که دیگه خودت میدونی 4800 تا قیمتشه یکی بزنیم برای این البته الان دیگه کلا آها اونم بیمه مسئولیتش رو قبول نکرد چرا نکرد چون که اون پایه‌هاشو باید هم موقع سریع بتون میریختن بعد اینا نریخته بودن بعد بیمه گفت به ما ربطی نداره میخواستید پایه‌هاشو بتون بریزید هم نشد آره. دیگه این دوباره یه پروسه شد که ما کرونا سایت هم بود و پمپ جدیدی نمیتونستیم بگیریم گیر نمی اومد
بعد زانیتر این مسئولیت رو قبول نمی کرد، با فیما گفت به من ربطی نداره، بعد آخر کار ما بدبخت بعد دو بچه هزار حیثت اضافه به سازمان می دادیم که بعد دیگه با کمک همین آرشیتکتمون که خیلی ما رو توی زمینه حمایت کرد با فیما دوباره هزینه متعوض شد و ما یه دونه بمپوپه جدید اومد، ولی چون کرونا بود یه دو ماهی ما دوباره اسباب کشیمون عقب افتاد. چون دیگه آب نداشتیم دیگه، همه زندگیمون به همین بمپوپه هست. و این ویکلیش لنگی گشیشته خدا یکی به ما نمیگه خسته نباشید. خدا یکی به ما نمیگه خسته نباشید، ما یه همچی را دراز اومدیم. سینه پاتریک چی میگه؟ Was wolltest du sagen? Nee, ich frage mich immer noch, wie die getragen haben. Ja, die, ja wie die Wärmepuppe hat ja. Wiegt ja 250 Kilo, steht auf dem Typenschild. Ja. Selbst hier, die sie installiert haben, die haben gesagt, die mussten die mit 5 Mann reintragen. Und hier haben wir ja eigentlich im Vorgarten, wo die Wärmepumpe steht, ja auch 5 Nachbarn angrenzen, wo wirklich auch die Zimmerfenster ja nicht mehr wie, sagen wir mal, 8 Meter von der Wärmepumpe entfernt sind, ja. Und keiner hat was gehört. Ja, also das ist schon interessant. Das ist ziemlich merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig eigentlich. Ja. Aber nachdem die Geschichte, wir dürfen auch nicht vergessen, wegen Baufirma. Wir brauchen auch eine gute Baufirma. Mit gutem Charakter und Moral ist sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen abhängig. Also wenn ich überlege, beim Bau war es ja auch öfters so, dass ich immer hier war. Also du musst auch wirklich kontrollieren, musst gucken. Wenn du auch etwas nicht weißt oder nicht verstehst, musst du einfach nachfragen. Und oftmals hatte ich auch Botengänge. Ja? Also dann der Fliesenleger zum Beispiel hat dann gefragt, ey, welche Leisten ich haben will. Ja. So, schlussendlich bin ich dann zum Baumarkt gefahren, habe dann die Leisten geholt. Genauso ist wie dann das Fugenmittel, ja. Also wenn du wirklich nicht dann vom Katalog aus bestellst, also kein Fertighaus, sondern wirklich so ja, frei baust, so wie wir es jetzt dann uns schlussendlich gemacht haben, musst du dann wirklich auch für die kleineren Sachen vor Ort entscheiden und schnell agieren, ja. مثلا دیدی تو ویبونگا میگه میخوام هاوس بزازم، میگه بپر بیا توی فیرمای ما، بعد طرف میبری جلو در خونه اینجوری شلو سل کادو کردن در میدن به طرف، اصلا خبرها نبود. مثلا من با یه همچی اصلا پیزنه داشتم وسط کلم بود میرفتم جلو، بعد اصلا یه وضعی مثلا میومدیم به قول پاتیک هم اینجایی که اینجا گفت یه چیزی مثلا برای فریزرمون کم بود، خب مثلا به کارگره میگفتیم تو چرا به کارشکار میگفتیم خب تو کارو تموم بکن، ما میخوایم تو سخونمون تموم بشه، ما داریم سیز به ما میدیم بجم، و هم میگفت خب مثلا من اینو ندارم الانه، بعد ما خب ترجیح میدادیم که سریع بپریم بریم با ما بخریم بیاریم بهش بدیم که کار خودمون زودتر را بیفته. بعد اینا تمام چیزهایی هست که باعث میشه که تو هزینت بره بالاتر، ولی خب چاره ای هم نداری چون خونته دیگه میخوای زودتر تموم بشه، از اون طرف هم اگه نکنی خب بعد مثلا سیس بانک بدی چه فرقی برات میکنه، از این جیب بره به اون جیب، بعد بخاطر همین مجبوری که این کارا رو انجام بدی. یعنی شما مجبور هستی که یک نفر 24 ساعت بیکار بیاد اینجا برای سر کارگرا باشه. یه وضعیتی، ولی فیما هم خیلی مهمه چون که وسط کار مثلا تو دلت میخواد حالا پشیمون شدی یه دیواری میخوای جابجا بکنی، یه چیزی میخوای کم و زیاد بکنی، مثلا اون فیلم های نقل جون آرشیتکتت نکنه و آرشیتکت نقل جون تو نکنه، مثلا این کار رو انجام بدن کم و زیاد، یعنی اون اولش خب ما انقدر مثلا استرس داشتیم، هی قیمت های یعنی نجومی رو که میدیدیم که خدایا چقدر گرون داره پامون میفته، بعد مثلا استرس آبریس فیلم ها رو داشتیم، مثلا من آبریس فیلم هامون اونم 35 تا بود که بعد به خاطر بیمه ای که این دوپل هویزا بود اون تقریبا 53-54 تا همین چیزا پای ما افتاد. خب مثلا تو فکر کن یه همچین هزینه سنگینی ما دادیم فقط برای بیمه که یه دیوار بر زیان است، بعد یه آجرش هم نیفت. ولی خب دیگه زیشا بعد آدم باید حتما درست کار انجام بده، چون اگر یه درصد میریخت خب دیگه خدا تو من خرج خونه طرف. اینا رو هم داشتیم ما، و یعنی اولش هم که میخوان پلان بریزن باید قشنگ دقت بکنن، چون بعدش مثلا من یه جایش پشیمون شدم، ولی خب فیمایه میگفت که نه من این قیمت رو با این پلان دادم، الان چون یه نصف دیواری اینجا میخواد اضافه بشه من مثلا
اینا رو بعد دوباره اکسترا حساب بکنی. اینا هم یه عروسی ها هم داشتیم. آره دیگه خیلی عروسی داشتیم، عروسی های مختلف داشتیم، کردی، لوری، ایرانی، خارجی، همه مدلی. اینم از داستان ما. بیاون علی ستسه؟ بسید باشتوپس. آخ باشتوپا رو بگو. باشتوپ باشتوپ اونتی کرونا ساید آخ دومست دارده با آخر سلم. این که ما حالا خونه تموم شده، میخوایم اساس بکشیم بیایم توی خونمون، همه چی اومده، کرونا اومده. بعد مثلا من از کجا کف دستم باید بو میکنم که یک زمان من بخوام اساس کش کنم کرونا میاد. بعد این کرونا یک بلای بر سر ما آورد که ما طبعا باید متر میومدیم توی خونمون، 4.5 بعدش اومدیم. خب این 4.5 همش هزینه داشت برای ما، چون ما تو این 4.5 میتونستیم اون خونه کوچیکر رو اجاره بدیم، مثلا اون مای خدا تو من پولش بود اینا میومد بلدی و 300 داشتیم میدادیم. از وقت خونمون تموم نشد نمیستیم چی کار بکنیم. آشپزخونمون هم نیومده بود، آشپزخونمون یعنی ما هم آشپزخونه از 6 ماه قبل من بشتلن کردم، اونم یه دونه ایرانی سفارش دادم، بعد بهش زنگ دادم گفت کرونا خانم، من مونتاژ دارم برای کسی میتونه بیاد بعد مونتاژ کنه. نم که اصلا اینو تعویض گرفتم از کارخونه. هیچ، همه این مکافات ها رو ما توی کرونا سایت هم داشتیم، ولی با تمام این بدبختی ها خدا شکر که ما خونمون تموم کرد. خدا شکر. Was war das mit dem Baustopp? Ah, Baustopp, kannst du sehen? Ich kann nicht darüber reden, ich rege mich auf. Khodam ghamba bisham yad bezani mi. Ja, wir haben ja Baustopp bekommen, weil sich hier Anwohner, naja, beschwert haben, dass es kein, ja, dass uns die ausgegrabene Erde vom Keller zu nah an der Garage liegen würde. So, und da kam das Bauamt vorbei und hat gesagt, ja, die Erde, die muss mindestens 1 Meter Abstand haben zu der Garage, die angrenzend ist. Hat dann auch bemängelt, dass dann die Abhänge zum Keller, die Erdabhänge, nicht bedeckt waren mit Folie. Und die wollten wirklich, dass wir um das Loch herum ein Geländer und eine Treppe nach unten installieren. Ja, das war dann erstmal ein Baustopp von 2 Wochen. Die sind dann natürlich nochmal vorbeigekommen und haben das auch alles kontrolliert. Und beim zweiten Mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Was war das zweite? Die Straße war nicht sauber. Wege Eltern auf die Straße. Ja, weil, genau, weil die, auf der Straße? Ja, weil die LKWs Erde auf der Straße zurückgelassen haben, haben wir auch einen Baustopp bekommen. Ja, genau. Baruni gut. Und wer hat bezahlt? Was musste die ja am Ende auch für die Stadt bezahlen, um das sauber zu kriegen? Ja, gut. Oder habt ihr selbst gemacht? Nee, also wir haben es dann selbst sauber gemacht. Ja. Also da hatte ich das Glück für jeden. Dann habt ihr Glück gehabt. In Düsseldorf muss man selbst, darf man selbst nicht machen, muss man das auch an Firma auftragen. Zum Glück, wir haben Glück gehabt. Wir haben hier Familie. Ja, gut. Ich meine, also ich kenne das auch so, wenn du hier überall eigentlich an der Baustelle vorbeifährst, ist dann natürlich Erde vor der Baustelle. Also ich kenne keine Baustelle, wo es nicht so ist. Ja. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da, oder konnte mir vorher auch nicht vorstellen, dass deswegen Baustopp erteilt wird. Ja. Und so viel Erde lag hier eigentlich jetzt auch nicht rum. Also das war jetzt zwar die Straßen nicht sauber, aber die waren jetzt auch nicht übermäßig verdreckt. Ja. Also deswegen habe ich das auch nicht so wirklich nachvollziehen können. Anscheinend hat da irgendeiner den Nachbarn guten Draht in die Stadt. Oder zum Bauamt zumindest. Okay. Dostan Sie. Halleluja. Ja, wirklich überstanden. Und Hanusam tamum neshode. Hanusam tamum neshode. Ma umadim dige goftim khob hala ke ma tu khob tu khak o gel o shol o ina ma asba kishkan umadim. بعد اصلا یه وضعی بود دم در، مثلا 4 تا از این پالتا چیده بودیم رو سر هم دیگه که بتونیم مثلا وارد خونمون بشیم، نه پله بود و نه برنامه بود و نه چیزی. دیگه وقتی که اومدیم و سر شدیم گفتیم اوکی، یه بعد شروع بکنیم که گارتنمون تموم کنیم. دن نیکست پورت تو اون در اله هابن میت اونس گزاگ نانی وارت نوخ این بیشن یه زاید باید زر موده یا هابن گانس فرش اومگسوگن
Beim Garten bauen auch ist nicht einfach, hat ja auch eine lange Geschichte, genauso wie Haus ist nur ein bisschen kleiner. Ja. Ja, aber ich habe gesagt, nein, wir sollten schnell wie möglich alles fertig machen. Ja, wir haben angefangen erstmal vor Vorgarten. Wir haben nochmal verschiedene Angebote gekriegt mit verschiedenen Firmen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen erstmal, das Preis war zu hoch. Wir haben gedacht, nee, erstmal Vorgarten fertig werden und dann andere Seite. Und vor Vorgarten, wir haben etwas gemacht, was wir wollen. Nicht wie das Plan. Weil unsere Gärtner auch hat gesagt, ist das überhaupt unwichtig. Ihr könnt bauen, was ihr wollt. Hier ist eure Grundstück, hat sich alles genehmigt geworden, ist fertig. Und dann, wenn wir haben die Seite fertig gemacht, wir fangen vor andere Seite. Und ich habe gesagt, eine Garten ohne Terrasse hat keine Bedeutung. Ich brauche unbedingt eine Terrasse. Wir haben eine Terrassenbaugenehmigung, das stimmt. Ja, nein. Mit guter Architekt. Architekt Bad Bachtem und Gof. این باگیرمگو نداره عزیز دل من چی کار داری میکنی؟ گفتم چی نگو بیا برو دیگه تو کارات تموم شد دیگه نقاط رو بشونه من زدی من فقط بسازم هر کار دوست دارم بکنم گفت که این بدبخت میشه گفتم نه من باید اون بدین که تو تراس داشته باشم ما تراسمون رو ساختیم و حیاتمون هم تموم کردیم و به نحو احسن سانامون هم گذاشتیم و همه کارا کردیم بعد همسایه گرانقدرمون بعد حالا تمام این پروسه تراسازی و گارتن و اینا هم 8 ماه طول کشید چون خب به بارون خورد به نصف نیمه مون 8 ماه طول کشید بعد این خانم 8 ماه دهنشو بسته بود هیچی نگفته بود حالا که ما همه رو تموم کردیم تقریبا 1 ماه پیش یک نامه دراز برام اومد بالا بلند که فامیلی بنوا چه غلطی کردیم Es ist kein Problem, man kann das nochmal, also man kann das nachträglich genehmigen lassen. Ja, aber natürlich kostet wieder Geld. بعد دیگه الان ما همه دوباره همه پروسامون نصف نیمه مونده دوباره ما آرشیتک خواستن از ما دیگه ما زنگ زدیم دوباره بنده خدا گفتیم دوباره بیا این بنده خدا بعد دوباره آها الان با گنبو به خونم رو کامل برداشتن حالا گفتن که با گارتن دوباره بعد یه دونه نوی با گنبو بهتون بدیم بله حالا این چون که حسابش کردن توی هاوس پلش هم این تراسو تراسی که وینتر تراس هم نیست نه سقفی داره نه در دیواری داره نرمال تراس هست ولی اینو میخوان چیزش کنن قسمش کنن روی خونه و آشیتمون گفت که آماده باشید برای 7000 تا استقافت حالا ما Nein, das ist nicht strafbar. Nee. Nicht strafbar, aber sollte man auch darüber wie heißt denn das, Patrick? Was sagen auf Deutsch? Was? Wegen unserer Terrasse, dass wir sollten auch jetzt... Ja, muss ich Baugenehmigung beantragen. Ja, Baugenehmigung beantragen, alles in Ordnung. Aber der Amt hat gesagt, jetzt... Aber lediglich für die Terrasse. Haus wieder genehmigt werden. Ja, du musst komplett einen neuen Bauantrag stellen. Ja, kompletten neuen Nein. Ihr müsst komplett nur einen Bauantrag stellen, aber nur für die Terrasse. Nee. Ihr braucht nicht das Haus noch. Nein, die wollen das komplette Haus neu Bauantrag haben. ما اینجا یه عروسی دیگه داریم الان. نیست نه تراس و زمین کامپلیت. دست به اون زمین آرشیتک آقای که گفت. از کامپلیتس هاوس کامپلیتس هاوس. کامپلیتس هاوس. کامپلیتس هاوس. اما برایت یه نیست برای کامپلیت هاوس. یا، also das verlangen die zumindest. Ja, wir hoffen, dass wir das irgendwie noch ein bisschen umgehen können, aber im Endeffekt ist das die verlangen, was die verlangen. Ja. Alle in Chile können. Also das was warte mal. Also sie dürfen verlangen, dass ihr komplettes Haus in der Baugenehmigung darstellt, plus die Nachbarn. Und das muss die Umgebung auch im Lageplan dargestellt sein und so weiter und so fort. Aber ihr bekommt lediglich für die Terrasse eine Baugenehmigung. Mhm. Und ihr müsst auch, ihr müsst das nennt sich eine nachträgliche Baugenehmigung. Und ihr müsst nur, die Gebühr muss lediglich die Terrasse berechnet werden. Das ist kein 700.000, 800.000 Euro. Nochmal, wir sind da jetzt nochmal in Verhandlung. Da natürlich Corona ist, zieht sich das alles ein bisschen hin. Also egal, was du machst, bautechnisch, das dauert alles ewig lang. Ja. Aber vielen Dank für deine Hilfe, wirklich. Kein Problem, gerne. Ja, nee, ich habe auch genauso wie der Bauamt gesagt, ich habe gesagt, da oben bis unten, alle sind Häuser.
und jeder hat eine Terrasse und die Grundfläche bei uns ist dreifach mehr wie alle anderen Häuser. Wieso sollen wir so extrem Ärger bekommen? Er hat gesagt, nee, die Geschichte bei euch ist etwas anderes, weil weißt du, ihr Adam Arasiam zurückgeholt zu bauen. Chunki shoma, are qablish ba Ahmed ba genemun ke, ba man guftam ke man asan nemidunestam. Das war ke midunest. Das nicht euer. Guftam asan nemidunestam, yani un getnaye, un getnaye asan guft ke asan ki gufte ke teras ba genemun. Ka ol ma aval andasun gerdan getnam ba gunamun, vali az qablish man Bauamt versteht sowas nicht. گفته بود آره بعد حال جالب به ای که ایراد گرفتن الان واسه تراسمون ایراد گرفتن برای جای ورم پمپمون جایی که اصلا یعنی هیچ جای دیگه نمیشه ورم پمپ رو بذاری برای اونم ایراد گرفتن بعد اونو مثلا ما اومدیم دوباره رفتیم از همسایه بغلیمون که حالا بنده خدا تو سالمندانم هست یه دونه دوباره سوش دیمون که جدا گرفتیم آوردیم دادیم بعد در صورتی که اصلا بدون سوش دیمون که اونم اینا نباید ما رو اذیت میکنن چون که هیچ جای دیگه ای توی زمین ما به جز این جایی که پمپ رو گذاشتیم جا نداره بعد دیگه آشتکتون گفت آخه من این بار بزنم رو سرم کجا بار بزنم بقیه همینجا جایه بعد خلاصه که دارن اذیتمون میکنن حالا هفته دیگه پنجشنبه هفته دیگه ترمین داریم باشون بریم ببینیم چی میگن که ما باید باشیم آشتکتون هم باید باشه بریم ببینیم چی کنم Ja, das nennt man öffentliche Belange und die Nachbarn haben richtig so sehr viel Macht. Ja, sie können alles tun, was sie möchten, aber lass uns später so sprechen. Ich habe einen sehr guten Trick. Vielen Dank. Merci. Ja. Okay, wir machen jetzt Schluss. Mein Akku ist fast leer, die Akku ist, die Kamera ist leer. Man, ich speichere auch nicht schon von. Ja? Ich werde gleich euch anrufen. Was ist das denn? Über Wasserkeller? Na, die ja, aber hallo. Nein, wir können es auch noch nachträglich machen. Wir können was? Ja morgen nochmal telefonieren oder so, weil sonst wird es. Hallo, Kaini, du hast da noch mal die Reihe, die Gäste, und es ist ja Madore. که اون الان توی این زمان کوتاه جا نمیده یعنی نمیگنجه که آدم بتونه همش رو توضیح بده ولی تا همین جایی که گفتیم داشته باشید و بدونید که صبر میخواید پول میخواید اراده میخواید تلاش میخواید و باید ناامید نشید چون که یک راه یعنی دقیقا مثل تونل وحشت میمونه یه راه پرپیچ و خمی هم داره ولی آدم اگر که زمان بذاره و واقعا از همه چیش بگذره و فوکوس کنه روی همین یه دونه ویشش به هدفش میرسه، به آرزوش میرسه، خونه دار میشه، هر روز باید بسازی. گواهی مزدوری. من زمی اسمال چوس، من ایش میاد گلایش روش آنرو. آکی، دان میش گلایش. دانک پاتر. خیلی خیلی دانک. خدا حافظ. بیست نفر. چاو.